بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری پیش رو داشته باشید. برنامه‌هایی رو در تلویزیون مردم بارها برای شما گذاشتیم به نام پناهجویان را دریابیم و من مصاحبه‌ای کردم با پناهجویی که در معرض اخراج و دیپورت قرار داره از کشور سوئد، به دلیل اینکه این دوستمون در بازداشتگاه و زندان اداره مهاجرت سوئد هست نمیتونستیم تماس برقرار کنیم که با ویدیو با ایشون صحبت کنیم. مجبور شدیم که مصاحبه تلفنی یا رادیویی ترتیب بدیم و عکس‌های از ایشون و خودم رو گذاشتم. بدون هیچ مقدمه‌ای بریم ببینیم درد دل این دوستان رو گوش کنیم، کسی که 5 سال بهترین سالهای جوانیش رو در سوئد سرگردان هست، بلا تکلیف هست، نگران هست و امروز یک نگرانی هم به نگرانیش اضافه شده و اونم این هست که خطر برگردوندنش به ایران و خود شماها میدونید کسی که فعالیت سیاسی کرده باشه، کسی که دینش رو عوض کرده باشه و اینها چه عاقبتی در انتظارش خواهد بود. علی بنویدی از سوئد با من و شما صحبت میکنن. پای صحبت‌های این جوان بنشینیم و اگر سازمانی دارید، انجمنی دارید که میتونید به اینها کمک کنید، به هر صورتی که امکان داره کوتاهی نکنید و بارها گفتم ای که دستت میرسد کاری بکن. من امیدوارم علی عزیز به زودی از این شرایط برزخ، از این زندان آزاد بشه، شرایط اقامتش درست بشه تا تازه بتونه تصمیم بگیره که برای آیندهش چه میخواد انجام بده. با هم این ویدیو رو میبینیم، این مصاحبه رو میبینیم و بعد برنامه رو با هم ادامه میدیم. باز هم ممنون، امیدوارم روزهای بهتری در انتظار این جوان و جوانهای دیگهی که در تر تا سر دنیا در کشورهای مختلف بلا تکلیف و در حالت برزخ به سر میبرند باشه. ضمناً بعد از اینکه ما مصاحبه کردیم یکی از دوستانشون رفته اونجا و بانوی این گزارش رو تهیه کرده، اون رو هم من امروز در برنامه در قسمت آخر نشون میدم براتون و ببینید هر کسی با هر امکاناتی که داره وقتی که از فکرش استفاده کنه، از اون وسیله استفاده کنه، این میتونه کمک بزرگی باشه به افرادی چون علی بنویدی و امیدوارم که شما هم به فکر بیفتید که به این دوستان کمک کنید. با هم میریم پای صحبت‌های علی بنویدی میشینیم از سوئد، از زندان و بازداشتگاه امیگریشن یا اداره مهاجرت. مرسی. بینندگان عزیز سلام میکنم خدمت شما و همون جور که خدمتتون گفتم معمولا ما برنامه‌ای رو اختصاص میدیم به دوستانی که پناهجو هستن در سر تا سر دنیا به نام پناهجویان را دریابیم. خیلی متاسفم که با این دوستمون باید در شرایطی که ایشون در بازداشت و زندان هستن صحبت کنیم، پناهجویی که در معرض اخراج قرار گرفته و اگر من و شما نتونیم به موقع کمک کنیم و به موقع جلو این دولت‌ها وایسیم و از اونها بخوایم که به پرونده‌های اینها رسیدگی کنن، اینها ممکنه به ایران برگردونده بشن، دیپورت بشن و خود شما بهتر از من میدونید که شرایط ایران چگونه هست، مخصوصا با افرادی که دینشون رو عوض کرد. امروز با دوستی هستیم به نام آقای علی بنویدی از سوئد. من از ایشون خواهش میکنم که خودش درباره علی بنویدی، اینکه امروز چگونه در سوئد هست، وضعیت پرونده و درخواست پناهجوییش به چگونه هست و چه انتظاری داره از دوستانی مثل من و شما که در زندان نیستن و میتونیم قدمی برداریم هر قدر که اون قدم کوچک باشه. آقای بنویدی من سلام میکنم به شما، بهتون خوش آمد میگم. متاسفم که در بازداشتگاه هستید ولی اجازه بدید که امیدوار باشیم شاید این بازداشتگاه و اینها دلیلی بشه که دوستان به خودشون بیان کمک کنن به افرادی مثل شما و به زودی خبر آزادی شما رو بشنویم و پس از اون هم خبر اقامت شما در سوئد و همین جوری که غم و غصه هامون رو با بینندگان در میون میذاریم خوشحالیمون رو هم با اونها سهیم بشیم و در میون بذاریم. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم، یه مقداری از خودتون بگید شرایطتون چگونه است و
ما رو بیشتر آشنا کنید با شرایطی که ایرانیان پناهجو در سوئد دارند. بفرمایید. سپاسگزارم، درود میگم به شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. من علی بنویدی هستم، از پناهجوهای ایرانی که متاسفانه 3 روز پیش بازداشت شدم و الان در بازداشتگاه اداره مهاجرت با در سکون هستم. عرض کنم که من 5 سال پیش به سوئد اومدم و خب از فعالین جنبش سبز بودم و فعالیت زیادی کردم توی ایران. خب وبلاگ ها و صفحاتی هم توی ایران داشتم، فعالیت سیاسی داشتم. بعد از تقریبا سپتامبر سال 2009، بعد از تظاهرات ها و اون موقعی که ایران واقعا آشوب بود و مردم اعتراض می کردن به رژیم و خیلی مسائل دیگه، من مجبور به فرار از ایران شدم و خب به سوئد پناه آوردم و اینجا کیسی رو باز کردم و مدارکی رو داشتم که بهشون دادم. ولی خب متاسفانه با توجه به خیلی از مدارکی که واقعا واضح بود و روشن و مستند بود، اداره مهاجرت به من پاسخ منفی داد و خب ناچارن به خاطر اینکه واقعا ترس از این داشتم که به زندان بیفتم و شکنجه بشم و خب خیلی مسائل دیگه که خودتون بفهمین تو ایران هست، متاسفانه مجبور شدم که به صورت پنهانی زندگی کنم توی سوئد و حدود 3.5 سال به صورت پنهانی زندگی میکردم و خب شرایط خیلی سختی بود پنهانی زندگی کردن توی کشور غریب و به هر حال خیلی بهتر از این بود که من به ایران برم و اتفاقاتی که واقعا نمیشه پیش بینی کرد برای من میافتاد. از کنم که الان در بازداشتگاه هستم و خب شرایط خیلی سختیه، خیلی استرس دارم که منو بخوام بفرستن به ایران و به هر حال مدارکی رو داشتم دوباره ارائه کردم، فعالیت هایی که تو این 3-4 سال توی سوئد داشتم. خب فعالیت های من توی سوئد بر علیه رژیم جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از قبل بود. زمانی که توی سوئد بودم خب برای اینجا کشور آزادیه و خیلی راحت میشه وبلاگ درست کرد، حرف زد، اعتراض کرد و خب من هم این فعالیت رو داشتم مثل خیلی از بچه های دیگه که بچه ایرانی که اینجا فعالیتشون ادامه میدن بر علیه رژیم و به حال هنوز که موفق نشدم که با اداره مهاجرت صحبتی بکنم اینجا و توی بازداشتگاه فعلا به من گفتن که شاید پرونده تو باز کنیم و رسیدگی کنیم. شرط سختیه. یکی از مسائلی که من براشون مطرح کردم این که از طریق یکی از دوستان که داخل سوئد هست مطلع شدم که عکس من رو توی سایت گرداب که مربوط میشه به سپاه پاسداران ایران، عکس من اونجا گذاشتم به عنوان اختشاش کرد، به عنوان کسی که تو تظاهرات ها مردم جمع آوری میکرده یا به هر حال یه جوری مردم رو جمع میکرده از طریق وبلاگ و وبسایت ها. به همراه حتی این سایت به شکلی هست که عکس خیلی از دوستان هستش، دوستان که فعال بودن توی تظاهرات سال 88. من مداری که این سایت هم بهشون دادم، گفتم به هر حال این به سایت دولتی هست، این هم عکس من هستش و خب امیدوارم که رسیدگی کنن و نگاه کنن و منصف باشن، چون خیلی موقع داره مهاجرت شرایط ایران رو میدونه، پرونده های پناهجوی ایرانی رو میخونه، نگاه میکنه، ولی با وجود اینکه میدونه در ایران چه میگذره باز هم ریپورت میکنه بچه ها رو به ایران. امیدوارم که برای من این اتفاق نیفته. اگر خب به حال سوالی چیزی هستش من در خدمتتون هستم. من ممنونم از شما. خود ما و دیگر دوستانی که در این شرایط بودن میدونن که 5 سال در برزخ بودن و نگرانی بودن و منتظر فردایی که ازش خبر ندارید واقعا چقدر مشکل هست و خیلی جالبه برای من که شما میگید اون وبسایت گرداب شما رو شناسایی کرده و دیگران رو، و با وجود بر این دولت سوئد باز اقدام به دیپورت شما میخواد بکنه و اون پرونده یا درخواست پناهجویی شما رو قبول نکرده. آقای بنویدی، من میدونم که شما مسیحی شدید، اینها آیا خبر ندارن که اگر کسی دینش رو عوض کرده باشه در اسلام
به عنوان مرتد شناخته میشه و به اصطلاح حکم اون اعدام هست و هر کسی میتونه ایشون رو در ایران بکشه. چرا از این راه؟ و آیا شما با سازمانهایی هم، سازمانهای سیاسی اجتماعی هستید، اونها از شما به اصطلاح حمایت میکنن نمیکنن؟ الان که در زندان هستید وکیل دارید ندارید؟ به چه صورت هست؟ بله، عرض کنم که وکیل که فعلا اداره مهاجرت گرفته برای من، ولی خب خیلی موقع نمیذارن این وکیل ها به اون شکل بررسی نمیکنن اون دفاعی که می نویسن میفرستن به اداره مهاجرت. متاسفانه در رابطه با پناهجو ایرانی شاید منصفانه نگاه نمیکنن. عرض کنم که با توجه به این که خودشون میدونن که رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی با همه کسانی که داخل کشور یا خارج از کشور تغییر دین میدن و شناسایی میشن و میدونن که تغییر دین در ایران، با توجه به این اداره مهاجرت، من واقعا اطمینان دارم که اداره مهاجرت خبر داره که تغییر دین در ایران مساویست با زندان، شکنجه، که خیلی از دوستان در ایران هستن که الان به این مشکلات رو دارن و در زندان هستن. اما متاسفانه به هر حال من مطرح کردم و چون علاقه به دین مسیحیت داشتم 5 سال پیش وارد سوئدی شدم، دیدم به هر حال علاقه که به این دین دارم میتونم توی کلیساها شرکت کنم، توی مراسم برم. خب این امکان رو توی ایران نداشتم. من به هر حال ترسی هستش که رژیم داریم و خب شما خودتون بهتر میدونید که واقعا مشکل سازه اونجا. این مدارکش هم من به هر حال دادم و خب حضور داشتم، اما خب به عنوان یه مسئله که کیس من باشه مطرح نکردم، ولی به هر حال خوشون میتونن. و خب اینم باز جواب دادن که ایران، دولت ایران با کسی که تغییر دین میده کاری نداره و خب مردم خیلی ها از دین اسلام خارج میشن و مشکل ساز نیست. اینم خب به هر حال جواب قانع کننده برای من و خیلی از دوستان و حتی شما که شرایط ایران رو میدونیم، اصلا قانع کننده نیست این جواب. ولی خب به هر حال متاسفانه اینا این جواب رو من دادن. من ممنونم که در رابطه با... بله بفهمید. ممنونم از شما و خوشحالم که اقلا اداره مهاجرت برای شما وکیل به اصطلاح گذاشته و امیدوارم بتونن کمک کنن. این وسط کلیساها آیا به شما کمک میتونن بکنن، حتی از لحاظ اینکه وکیلی برای شما استخدام کنن؟ چون معمولا این وکلایی که به اصطلاح از طرف اداره امیگریشن و دولت و اینها میان، افرادی هستن که این پرونده ها رو به صورت به اصطلاح داوطلبانه معمولا انجام میدن و حق پولی هم دریافت نمیکنن و مردم باور دارن که وکلایی که پول دریافت میکنن اونها بیشتر و بهتر کمک میکنن. من میدونم خب شما پناهجو هستیم و شرایط مالی خوبی ندارید. من میخوام ببینم که آیا کلیساها در این مواقع کمکی میکنن یا نه. راستش من کمکی نخواستم از کلیسا یا ارگانی که، ولی خب به هر حال شرایط خیلی سخته، مخصوصا برای من که خب به سختی اینجا کار میکردم و درآمد خیلی پایین که بتونم فقط مخفی باشم از پلیس سوئد و اداره مهاجرت که دستگیر نشم و به ایران فرستاده نشم. ولی خب خوشبختانه فعالیتی که برای من کردن، اداره مهاجرت قبول کرد که وکیلی رو بگیرن که به هر حال یه پولی بهش پرداخت میکنن. خب دوستانی که در سوئد هستن و آشنایان با قوانین سوئد، اداره مهاجرت معمولا در سوئد خیلی گوش به وکلا نمیده. حالا به هر حال وکلای تسخیری که خیلی بدتر، وکلایی که دوستان هم میگن خب خیلی توجه به گفته وکیل نمیکنه و با توجه به مدارک و شرایطی که خود اداره مهاجرت داره و کشوری که اون پناهجو میاد، که البته برای ایرانی ها فکر میکنم تو این 4-5 سال که حداقل من توی سوئد بودم، واقعا توی سوئد شرایط برای پناهجو ایرانی خیلی سخته، به سختی اقامت میدن و هیچ مدرکی رو منصفانه رسیدگی نمیکنن. متاسفانه خیلی از دوستانم که به ایران دیپورت شدن، من با خبرم که واقعا مشکلات بزرگی داشتن و الان ایران، خیلیشون من واقعا مستقیم باشون در ارتباط بودم با خانواده هاشون، این که الان توی زندان هستن، مخصوصا چند نفر از فعال جنبش سبز که به حال سوئد فرستادشون به ایران و الان توی زندان به سر میبرن متاسفانه.
اگر به حال سوالی هست من در خدمت هستم. من ممنونم، من از شما پرسشی ندارم، فقط آرزو میکنم و امیدوارم که به زودی زود شما هم از زندان آزاد بشید، هم شرایط اقامتتون درست بشه. اگر شما صحبتی دارید در خاتمه بفرمایید و همون جوری که گفتم ازتون خواهش میکنم که خبر خوش رو هم با ما بیاین در میون بذارید و این خبر رو از طریق همین تلویزیون به دوستان بیننده و شنونده هم بگید. بفرمایید. سپاسگزارم از اینکه وقتتون به من دادین. سپاسگزارم از بینندگان محترم که برنامه رو میبینن و اینکه امیدوارم که روزی بشه که رژیم دیکتاتوری و فاشیستی جمهوری اسلامی به هر شکلی که هست نابود بشه و خود مردم هم امیدوارم که شرایطی به وجود بیاد که مثل سال 88 بتونن ضربه‌ای به رژیم بزنن و خب این حرکت رو امیدوارم ادامه پیدا کنه. و من باید خیلی از دوستان که اون زمان سال 88 فعال بودیم هنوز هم فعالیت میکنیم و خیلی از دوستان هستن که سالیان سال هم در سوریه زندگی میکنن هنوز فعالیت رو بر علیه رژیم دارن. امیدواریم که نتیجه بده و یه روز خوب بیاد که این رژیم دیکتاتوری از ریشه کنده بشه. من هم در حال به نوبه خودم به سهم خودم واقعا حتی در سوریه هم تلاش خواهم کرد و امیدوارم که در حال دوستان عزیزی که شرایط من رو دارن اونها هم به شکلی بتونن که فعالیتشون ادامه بدن و اگر دوستان ایرانی هستن که در خطر دیپورت هستن برای اونها هم آرزوی موفقیت میکنم که به حال این اتفاق برشون نیفته. سپاسگزارم از شما و امیدوارم که موفق باشین. من ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم به امید روزهای بهتر و آینده ای روشنتر برای آقای علی بنویدی. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. سپاسگزارم، خدا نگهدار. به امید دیدار. مرسی. خدا حافظ شما. خب دوستان عزیز، ویدیو رو دیدید، شنیدید صدای این جوان را از سوئد. نظر شما چیه؟ میدونید یکی از بزرگترین ایرادایی که به من و تلویزیون مردم گرفتن اینه که ما چرا با این دوستان مصاحبه میکنیم و این شده برای ما گناه بزرگ، در صورتی که از اون کسی که برای سازمان اطلاعات آخوندها کار میکرد تا آقای امید دانا گرفته، من بهشون پیشنهاد میکنم به جای رقصیدن و وقت تلف کردن وقتشون رو بذارن و اگر میتونن به افرادی مثل علی بنویدی و دیگران کمک کنن. یکی از افتخارات تلویزیون مردم این هست که با چند نفر از اینها وقتی که در زندان و بازداشتگاه و شرایط سختی بودن ما صحبت کردیم و به همین دلیل اونها تونستن اقامت بگیرن و از این بابت ما خیلی خوشحالیم و افتخار میکنیم. امروز جمعه هست، اول ماه آگوست سال 2014 و برابر است با دهم مرداد ماه 1393. ساعت 4 بعد از ظهر با آقای دکتر بیژن یگانه خواهیم بود که اون برنامه هست که از طرف دوستان در دیدار یاران به شما تقدیم میشه و برنامهشون اینه که هر کسی که مایل هست میتونه باهاشون تماس بگیره. فیسبوک دارن، وبسایت ندارن. روی فکر کنم یه مدت دیگه اصلا وبسایت از بین میره. البته فیسبوک امروز صبح کارش خراب شده بود و مینوش اشکالی در کارمون هست، داریم روش کار میکنیم و میتونید با فیسبوک دوستان در دیدار یاران، همین جوری هم که میگیم دیدار یاران، تماس بگیرید، بگید که مایل هستید مهمان برنامه باشید، مایل هستید که صحبت کنید و مسئول اون صفحه یا مسئولین اون صفحه با شما تماس میگیرند و وقتی که موافقت کردن شما مهمان میشید و من اینجا فقط وظیفه مجری برنامه رو دارم و بعضی از این دوستان هم مثل آقای دکتر بیژن یگانه، آقای هوشمند مطلق، هوشیدر مطلق، اینها خودشون حتی مثل آقای مطلبی خودشون چون سخنور هستن، سخنگو هستن، در برنامه‌های مختلف، در جلسات مختلف، در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنن، احتیاجی به وجود من نیست و خودشون برنامه رو به خوبی اجرا می‌کنن. هفته آینده
مهمان عزیزی رو داریم در برنامه دیدار یاران که اجازه بدید به صورت مژدگانی یا به صورت سورپریز یا سورپرایز براتون مخفی نگهش دارم تا بیشتر روزی که میان شما به اصطلاح خوشحال بشید. و میگم این کلمه سورپرایز رو خانم مقتدر اگه اشتباه نکنم گفتن که کلمه مژده بهترینه، که یک کلمه هم هست حتی بخواین بچه هاتون رو سورپرایز کنید توی سورپرایز پارتی، همسرتون، دوستتون، همکارتون، اینا رو دیگه لازم نیست بگید که نمیدونم یه چیزایی دوستان نوشته بودن، گفتم این که بابا یه قطار میخواد که این جمله رو بکشه، در هر صورت گفتن به جای اون بگید مژده. و امیدواریم به زودی علی بنویدی هم، من اولیشون فکر کردم بنویدی فامیلشون هست ولی ازشون سوال کردم بنویدی یعنی چی، ایشون گفتن که یک محلی هست، یک منطقه هست در استان یزد. امیدواریم خبر آزادیشون رو خودشون با ما در میون بذارن و پس از اون هم خبر گرفتن اقامت. همونجوری که گفتم 8-9 دقیقه هم آخر برنامه امروز من فیلمی رو از ایشون که یکی از دوستان رفتن و بازداشتگاه پر کردن اون رو هم براتون نشون خواهم داد. و اما نظر شما درباره آزاداندیشان، خداشناسان غیر مذهبی که آقای جاوید شاه‌آفر بنیانگذارش هست و ویدیوهای خوبی رو هم تهیه کردن، وبسایت دارن، هنوز نگاه نکردم ببینم فیسبوک دارن یا نه، چون من از وبسایتشون این ویدیوها رو میگیرم، 8 ویدیو توی این اینجا دارن، ویدیوهای بسیاری به اسم خودشون باز هست که وقتی ویدیوهایشون رو میبینید اونها رو هم میبینید. خود من که برام به اصطلاح جالبه وقتی میشینم یکیش نگاه میکنم بعد اون یکی اون یکی. در طی 4 روز گذشته که ما این ویدیوها رو گذاشتیم دوستان زیادی تماس گرفتن از طریق تلفن که آقا شما میگید روی یوتیوب، ما این برنامه ها رو از جی ال باکس و تی وی باکس و باکس میبینیم و ما اونجوری که مثل شماها دسترسی به اینترنت داشته باشیم و اینها نداریم و ما بعضی همون اصلا کامپیوتر هم نداریم و به وسیله باکس اینها رو میبینیم و ما تا اینشون میخواد صحبت کنه چند دقیقه که صحبت میکنه تموم میشه، تا میایم به خودمون بیان که چی میخوان بگن و اینها تموم شده. من فکری که کردم گفتم که 8 ویدیو ایشون داره 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، 7 دقیقه، اینها رو همه رو گذاشتم رو هم و این ویکند آخر هفته که از امروز شروع میشه تا دوشنبه شما رو به اصطلاح با صحبت‌های ایشون و با ایشون آشنا می‌کنم. از ایشون خواستم که یک مصاحبه‌ای با ما انجام بدن، مهمان برنامه ما باشن، ایشون هم لطف کردن، قبول کردن و چون ساعت استرالیا با اینجا خیلی فرق می‌کنه اجازه بدید که این هفته آینده ما این ترتیب این مصاحبه رو بدیم و به اصطلاح این آقای شاه‌آفر هم با شما باشه. توی این فاصله اگر شما سوالی پرسشی دارید ایمیل کنید یا پیام بذارید از ایشون میپرسم. ضمناً چون امروز آقای دکتر یگانه اینجا هستن اگر سوالی پرسشی دارید بپرسید. دوستان سوال کردن رنسانس ایرانی آیا ایشون تایید میکنه، نظرشون چیه، سوال دیگه کردن راجع به حروف ابجد، اون رو هم خواهم پرسید. ماشاءالله آقای یگانه وقتی صحبت میکنه، قبلا 2 ساعت برنامه داشتن اینجا، 2 ساعت کم بود، حالا 1 ساعته با این همه سوال سعی میکنیم که بهشون بگیم که یه جوری از گفته های خودشون کمتر کنن. به شما دوستانی که لطف میکنید و با ما هستید بیشتر برسن و به اصطلاح احترام متقابل بذارن. اینی که شما با ما هستید و ما باید بهتون احترام بذاریم چیز جالبیه که بعضی از ماها توی تلویزیون ها گاهن فراموش میکنیم و یادمون میره و خوشحالم که من سعی کردم از روز اولی که آمدم با شما دوستان بیننده در به اصطلاح گفت و شنود باشم. میبینید نمیخوام بگم تنها، ولی یکی از اونایی هستم که ارتباط فیسبوکی، ایمیلی، تلفنی با شماها دارم و گاهی
خود شما میپرسید چگونه من این همه کار رو انجام میدم. از طرفی میبینیم که بعضی از دوستان متاسفانه اون چشم تنگی، نظر تنگی رو که دولت‌های دیکتاتوری هم دارن، هیچ کس دیگه حرف نزنه، من بهترینم، کسی نفهمه اون یکی هم اونجا هست، ممکنه برن اونجا. یعنی حقیقتا اینها چون به خودشون اطمینان ندارن اینجورن، و الا اگه به خودشون اطمینان داشته باشن میبینید ما تلویزیون‌های دیگران رو گذاشتیم روی مردم تیوی، به شما این انتخاب رو میدیم که برید نگاه کنید توی این گلستان بگردید و بچرخید، وقتی از تمام این گلها خسته شدید برمیگردید سراغ همون گل وحشی که زیبایی طبیعت خودش رو داره. جا داره من از آقای دکتر عطا انصاری تشکر کنم، اگه یادتون باشه در برنامه جمعه هم از ایشون تشکر کردم. دلیلی که اسم ایشون رو نگفتم چون قبلا هم من با ایشون تماس گرفتم و با آقای بهبانی که صاحب تلویزیون میهن هست در رابطه با آقای صدرالاشراف خواسته بودیم که ویدیوهای اونها رو پخش کنیم، متاسفانه بهبهانی دوزاریش نیفتاده تو آمریکا که چگونه کار میکنه. نمیبینیم مثلا جان استوارت طرفو میاره که اصلا مال کانال مخالفه با اون مصاحبه میکنه، اون یکی گوینده رو میاره، و این هست که شما دارید مثلا کانال کامیدی چنل رو نگاه میکنید ولی وقتی این مصاحبه انجام میشه 9 شب میرید اون کانال، ولی باز برمیگردید اونجا، و این رفت و آمدها باعث میشه که تلویزیون ها رونق پیدا کنه. و میبینید که متاسفانه حال خوبی از لحاظ تلویزیونی نداره. ایشون مثلا فکر میکرد که اگه با کوین شروع کنه و اسم کوین از کوین بشه کاوه جان عزیزم فلان، اینها ویدیوی منو میذاره، یه دفعه 50,000 تا توی فیسبوک میان ویدیوهای ایشون رو میبینن. میبینید که بارها بهش گفتم دلیل این که ویدیوهای شما 100 نفر 150 نفر میان میبینن با این همه تبلیغ که این ور اون ور میکنید اینی که شما هر روز برنامه میذاری. اونی که هفته یه بار برنامه میذاره ویدیوهاش 1,000 تا میبینه، منی که دو روزی یه بار میذارم 300-400 تا، و شما که هر روز برنامه میذارید مخصوصا ماها که تو جاهای مختلف هستیم، خب خیلی ها ما رو از طرق مختلف میبینن. این روزا روکو، تی وی باکس، نمیدونم گوگل، 1,000 تا وسیله است که من حتی خودم ندارم و نمیدونم، در نتیجه تعداد اونها کم میشه. بعد از طرفی هی بیان بگیم که خوشحال و خوشبختم که این برنامه ها مورد قبول شما واقع شده، فایده ای نداره. امروز تو با آقای کاووسی از طریق فیسبوک صحبت میکردم، این وقتی خیلی یواش میگم از طریق فیسبوک، یادم میاد که یه دفعه آقای جلیل مرتضوی گفت که من رفتم واشنگتن و آقای داور رو دیدم، بعد یه نفر گفت دیدید آقا؟ من گفتم این نابینا نیست، این دروغ میگه، گفته من رفتم داور رو دیدم، و واقعا وضع اون خراب. خلاصه با آقای کاووسی گفتم قرار بود که شما برنامه شروع کنی از طریق اینترنت و اینها، چی شد؟ گفت که من میخوام یک برنامه بسیار خوب بذارم و متفاوت از دیگران، به همین خاطر میخوام یک کم روش کار کنم و اینها. گفتم آقا صبر کن، همه ماها وقتی میایم یه برنامه میذاریم میخوایم متفاوت باشه از دیگران، متنوع باشه، بریم از آقای اوباما مصاحبه کنیم تا کارگر و بیکار و معتاد کنار خیابون، ولی وقتی میایم میبینیم آقا ما سنگ بزرگی برداشتیم، امکانات، محدودیت، نمیدونم ساعاتی که داریم و اینها انقدر نیست. بعد ایشون گفت که میدونی که من بیننده های زیادی دارم. گفتم آقای کاووسی تو رو خدا از خر شیطون بیا پایین، این بیننده های زیادی دارم، به این بیننده هات بگو نفر 1 دلار. من امروز بهتون نشون میدم این آقای جاوید شهافر توی وبسایتش ننوشته 100 دلار، 25 دلار، 1000 دلار، 2 میلیون دلار کمک کنید، نوشته نفری 1 دلار کمک کنید تا من بفهمم که شما وجود دارید، شما براتون مهمه و منم این کار رو ادامه بدم. شما آقای کاووسی این کار رو انجام بده تا بفهمی که به قول معروف یک من خمیر چقدر آرد میبره. اون وقتا هم میگفتن یک من آرد چقدر پرسوم میبره، من اصلا نمیدونم کلمه پرسوم چیه. در هر صورت این از این ماجرا. از دوستمون آقای بهبهانی باید سوال کنیم، شما همون اوائلی که تلویزیون روشن کردی و شور هیجانی شد و شمیم عزیز آمد اینجا و تظاهرات و راه اندازی و راه پیمایی و اینها، وقتی این دوستمون فامیلتون رو بردی تو تلویزیون و بهش گفتی که الان شما نبین که هیچ کس زنگ نمیزنه، 12,000 نفر دارن من رو نگاه میکنن، من به شما گفتم آقا چرا دروغ میگی؟ چرا به فامیلت دروغ میگی؟ البته شمیم شاعره و خیلی هم
بعدش نیاد بگمش پر روه. گفت که آقا من کاری ندارم چند نفر نگاه میکنم، مهم اینه که شما قول دادی که برام چلو کباب میخری و امیدوارم بخری. در هر صورت آقای بهبانی، کاوه عزیز، دیر کوین، خانم لیلا خانم، اینها مهم نیستن، مهم خود شما هستی، شما مرکز این دایره هستی. اگر این مرکزیت رو نتونی حفظ کنی، اون دایره میفته پایین. مثل این میمونه که شما یه میله‌ای داشته باشی، یه بشقاب بذاری روش، اگه این میله بیفته، این بشقاب میفته میشکنه. و دیدید که اونها هم هر چی میخواد خانم لیلا انصاری بیاد تو این مهمونی ها هی برای شما بگه یه مجری بوده افتاده، نمیدونم پا شکسته، پول بدید، قالی بفروشه، فلان اینا، آخرش مردم خسته میشن میگن آقا این چیه؟ مگه ما این انجمن سرپرستی از ایتام رو باز کردیم؟ در هر صورت برگردم باز از آقای عطا انصاری تشکر کنم که ایشون وقتی بهش گفتم گفت که من هیچ اشکالی نمیبینم، ضمناً من حاضرم به هممیهنانم کمک کنم، من از طریق تلفن و ایمیل تبابت نمیکنم، من مشاوره میکنم. مثلا همین جوری که راجع به این پادرد من به من گفتن که بعضی وقتا آدم نوع کارش عوض میشه، کفشش عوض میشه، اینجوری میشه و اینها، و من فهمیدم که ایشون کاملا درست میگه. من به دلیل اینکه الان بیشتر و بیشتر در منزل میمونم، تا میام کفشمو تو گاراژ در میارم، دمپایی میپوشم، دمپایی پاشنه نداره و ما همیشه عادت کردیم حداقل مردا یه اینچ پاشنه دارن دیگه، بعد این آشیل پای ما که داستانش هم ایشون گفت و اینها، این ماهیچه مثلا عادت کرده همیشه اینجوری باشه، حالا که یه اینچ میاد پایین تر، یه اینچ باید کش بیاد. حالا اگر جوان 14 ساله بودیم یه اینچ که هیچی، 10 اینچ هم کش میومد، ولی دیگه وقتی رفتی بالای 50 فشار آمد به چند جا دیگه کش نمیاد، درد میگیری. باز هم ممنونم ایشون به من راهنمایی کرد و یکی از چیزایی که گفت، گفت که شما روغن کرچک، من شنیده بودم روغن کرچک و اینها خیلی هم بدبو باد باشه، گفتن بخر، اینجا هم بهش میگن کستر اویل اگه اشتباه نکنم، و باز چون دکتر خوبی هستن، شخص مهربانی هستن، آدم متأهلی هستن، بهم گفتن که سوربی مواظب باش، این رو وقتی میزنی به پات، یه پارچه روی پات بپوش، به اصطلاح با یه پارچه پات رو بپوشون، این دوارم بپوشون که رخت خواب رو کثیف نکنی که یه وقت رئیست ناراحت بشه. ما همه متأهل هستیم، همه میدونیم کی رئیس خونه هست و اینها، بعضی از دوستان میگن وزیر سلب آسایش، ولی من حقیقتا گفتم کسی که تونسته 39 سال من رو تحمل کنه واقعا باید به اصطلاح زن خوبی باشه، بانوی خوبی باشه، و من به نوبه خودم ممنونم. بارها هم چه در مهمونی ها، چه در تلویزیون، چه شخصا به خودش گفتم و امیدوارم که مورد قبول واقع بشه. آقای عطا انصاری باز هم از شما ممنونم. حالا من پیشنهاد میکنم شما یه ایمیل درست کنید ساده تر برای ما دوستان، و چون این عطا انصاری وقتی مینویسید دوتا ای قاطی میکنه آدم، عطا انصاری ات videotron.ca، این کانادا ca و کام و اینا هم اشتباه میکنه. اگر صلاح دونستید، من به هر کسی پیشنهاد میکنم میگم این نظر منه، شما مختاری، نگاه کنی، فکر کنی، اگه درست میگم انجام بدی، اگر انجام ندیم من ناراحت نمیشم، من قرار نیست ناراحت بشم. به نظر من شما یه چیزی درست کنید، مثلا دیدم شما خیلی هم فکر دکتر اینها نیستی که بگن بهت دکتر، یعنی اون عقده رو نداری. یه چیزی آقای مثلا انصاری 1357 انصاری سالی که اومدید خارج، هر چی که دوست داشتید @gmail.com، جیمیل فکر کنم بهترین سرویس رو داره که البته مورد شور همه‌شون رو ببره که یکی پس از دیگری دارن بد میشن و خراب میشن. همین جیمیل، شما یه ایمیلی رو که میخواید بلاک کنی باید بری فیلتر کنی، باید بری نمیدونم اپت آوت کنی. آقا خانم، خب این که خیلی ساده است، شما یه دونه آپشن دیگه بذار اونجا، وقتی یه کسی برای شما هی ایمیل میفرسه میخواد یه چیزی بفروشه مزاحم اینا، شما اینو بزن بلاک دیگه. چرا من از اینجا به اونجا به اونجا برم؟ برای اینه که میخوان این ایمیل ها بیان، میخواد این ترافیک ها باشه، میخوان این پولا رو بگیرن. ببخشید من وسط حرفام هی از این شاخه به اون شاخه میپرم، ولی میگن پرنده های سالمن که از این شاخه به اون شاخه به اون شاخه به اون شاخه میپرن. اونایی که یه جا میشینن و میمونن معمولا چاق و چله میشن و میپوسن.
بودا گویا رفت نشست زیر که اون درخت و من نمیدونم چرا به ایشون میگن بودا، چون میدونید که ایشون یک ولیعهدی بوده، پرینسی بوده، خیلی پولدار و خوشی زیر دلش میزنه، زن و بچه رو ول میکنه میره دنبال ریاضت کشیدن و اینها، و آخرش توی اون داستان آخرش نه وسطای اون ماجرا میبینم که میره زیر یک درختی که به اون درخته میگفتن بودی تری، نه درست میگم؟ اگه کسی وارده و مایل هست راجع به دین بودا صحبت کنه بسیار ممنونم. من بازم تشکر میکنم از آقای شاهافر، چون من گفتم من قبلا هم با آقای کوروش عرفانی بود کی بود گفتم اینایی که میگن خدا نمیدونم نشناسان خدازار یا خودرهاگران فلان بیاین اینجا، متاسفانه میگم بعضی هاشون جرأت ندارن، شهامت ندارن. ما هر چی میخوایم از دست این دوستان طرفدار رضا پهلوی و پادشاهی در بریم خودشون نمیزن. یه دوست دیروز برای من مصاحبه خانم کریستیان امانپور و آقای رضا پهلوی رو که دسامبر سال 2013 اون موقع ایشون هنوز سخنگوی شورای ملی بوده، من نمیدونم شورای ملی یعنی چی، شما از ملت نمایندگی نداری، در هر صورت و آمدن مصاحبه انجام دادن. این مصاحبه رو شما ببینید، اصلا من نمیفهمم این حرفای تکراری شما رو به کجا میرسون. من اینو گذاشتم برای دوستم، بعد گفتم آقا جان این اصلا تو این باغ نیست، این ماجراش اینه که آدم گیجی هست نمیدونه چیه. آقا شما رو اگه ببرن توی مدرسه ای شما ندونی که اونجا مستخدمی، معلمی، ناظمی، مدیری، چه کار میکنی؟ هر کاری میخوای بکنی یکی دیگه بهت میاد میگه آقا تو چرا کار منو گرفتی، یا یکی دیگه کارشکنی میکنه. تا موقعی که اول خودت بگی آی من چه کار میکنم، جوکش رو براتون گفتم، میدونید تهران اون وقتا کار بود، شهرستانا کار کم بود، به دلیل یکی از دلایل اصلیش اون انقلاب شاه و ملت بود که اشتباه بزرگی کرد و کپی کرد از گفته های کارتر چیز کندی و بماند مردم میفهمیدن برن تهران بالاخره کار بهتر و اینهاست. البته اومدن اونجا دیدن اونجا هم اون حلبی آبادا و نمیدونم حاشیه نشینا و اینها درست شد که همه شاهدش بودید. ولی برسیم به این جوک آی من چه کار میکنم. حالا بگیم مثلا یه شیرازی رفت اونجا، شوهر خواهرش یا برادر خانمش اونجا بود، گفت که من آقا دیگه تو شیراز کار نیست، اینجوری جوونا اومدن نصف قیمت ما کار میکنن و ما هم چیز اینا، گفت بابا اب نداره بیا تهران، شما نمیدونی تهران اصلا هر جا میری خیابون پهلویه، هر جا میری شمیرانه، اصلا توپخونه و اینا نداره، همش پهلویه، چیز که هست میگین پهلوی یک، پهلوی دو، پهلوی پنجا، پهلوی فلان، شمیران فلان، جماران فلان، اصلا این چیزها رو نداره که اون پایین شهر رو نمیدونم کجا بود، اینا رو نداریم که خیابون شاپور هم بود اسمش اتفاق. میاد تا یه چند روز که اونجا میمونه، میدونید که میگن مهمون سه روز اگه بیشتر تو خونه بمونه مثل سطل آشغاله که توش ماهی باشه و بو گند میگیره، باید بذاریش بیرون. شوهر خواهرش یا به اصطلاح برادر خانمش بهش میگه که عزیز من خب شما باید بری یه کاری بکنی. میگم من چه کار کنم، کار بلد نیستم، من رئیس قوه فلان بودم، من سرهنگ بودم، سرگرد بودم، یه اون صبح رفتم تو پادگان، از صبح که رفتم همه برام خدمت کردن، گماشته چای برام آورده، سرگربان ماشینمو سوار شده شسته، اون یکی فلان کرده. گفت چه کار بلدی بکنی؟ گفت آقا وایس مینم. این ما میگیم دله، شما تو شیراز میگن دلی، دله خالی یا این پیت روغنی، یادتونه پیتای روغنی چند کیلویی بود، 17 کیلویی بود، میگه اینو بردار بیار، سرشو میبرن و اینا، یه چوب میزنن بهش و یه بند میبنده، میگه بنداز پشت این، مردم بعضی هاشون خودشون حوزشون رو خالی نمیکنن، شما برو تو خیابون و حوز اینا رو خالی کن و دو تومن، پنج تومن، یه تومن بگیر و مردم هم ببینن لهجت شیرازیه بهت انعام و تیپ میدن. ارواح همه من مثل من که الان اینجا اینقدر انعام و تیپ به هم میدید، البته نه خدایش بگم ممنونم، کمک کردید بسیار ممنون. فقط یکی از دوستان نامردی کرد، خواستم بگم نامهربانی، دیدم این دیگه از نامهربانی گذشته، نامردی هم که میگیم یه توهینی به خانم ها، ناانسانی کرد، ببخش. خلاصه این بنده خدا را میفته تو خیابون، آها میگه چی بگم، خب از کجا بفهمن من چه کار میکنم، میگه آقا داد بزن، آی آب حوض میکشیم، آی اینجوری اونجوری، یه چیزای دیگه هم میگفتن شوخی، بعدش خیلی خوب نبود.
خلاص این بیاد بنده خدا میاد زور گرماه داد میزنه و اینا، هر کسی میاد در باز میکنه بهش میگه آقا مردم خوابن چرا داد میزنی؟ این یکم چیزی نمیگه، میره تو کوچه اونوری یادش میره فکر، بدبختی، گرفتاری، مهمون این و اون بودن، خرجی نداشتن، اینو میندازه پشتش میگه آی من چه کار میکنم. حالا این ماجرای ماست آقای رضا پهلوی، اول باید ببینم من چه کار میکنم. دوست عزیزی که از مریلند، وکیل بلند پایه ما، دوست عزیزی که از هندوستان، خانم نیر خانم، که شما نیر خانم میگه اصلا ایشون سوگند نخورده، میگم خب من براتون میارم میذارم ویدیو میارم میذارم، که میگه من امروز سوگند یاد میکنم. من نمیدونم سوگند یاد میکنم، باید حتما میخورد بالا لابد سوگند و مثل سماق میریختن رو چلو کباب تا ایشون نوش جان کنه بگیم سوگند خورده. من سوگند یاد میکنم. اون دوست دیگه‌مون میگه آقا شما چرا متوجه نمیشی؟ ایشون گفت من شاه نیستم. میگم عزیز من میفهمم، منم همون جایی بودم که شما هستی، سال 1987 فهمیدم که این آقا دروغ میگه، ولش کردم. شما لطف کن به من نگو افشین جان که ایشون داره میگه، ایشون نمیگه. شما نمیدونی، شما کتابای آقای انصاری رو نخوندی، شما مصاحبای 10 گانه یا 10 تا برنامه یا 12 تا برنامه من با آقای احمد علی مسعود انصاری رو ندیدی، خبر نداری که اگه ایشون یک کلمه بگه من شاه نیستم، برادرشم که بنده خدا یا خودکشونش کردن یا خودکشی کرد، این یک پول خیلی بزرگی که بعضی ها میگن 22 میلیارد دلار هست، این از بین میره یا میره یه جای دیگه پخش میشه. شما جوونی احساساتی هستی، اتفاقا من فکر کنم شماها باید از ایشون بیشتر دلخور باشید. چرا؟ چون ما که از ایران اومدیم بیرون که نیومدیم که ایشون پادشاه ما باشه. شماها بعد از چند سال آمدید فکر کردید که اون وقتا میگفتن شیخ علی چوپان هم مثلا دهی هست، شیخ علی چوپان یه ده کوچولو بود، الان میگن بزرگ شده در شیراز، فکر کردید که این آقا یک کاری انجام میده، بلند شدید جونتون رو به خطر انداختید، بلند شدید آمدید اینجا، الان اینجوری الان گول خودتون میزنید، چون دوستش داری تو سرتون هم اگه بزنه میگید آقا لطف دارید، واقعا چقدر لطف فرمودید زدید تو سر من، ای کاش محکمتر میزدید شاید من آدم میشدم. عزیز من ایشون میدونه قسم خورده، میدونه چرا سربی ازش میپرسه، میدونه و نمیگه که چرا شاه هست یا نیست. شما نمیدونی و چون نمیدونی گفت چی؟ آن کس که نداند و نداند که نداند، نمیدونم تا ابد و ده در جهل مرکب، نمیدونم هر کاری. افشین جان من از شما دعوت کردم مهمان برنامه من باش، به عنوان یک جوان با تلفن با اسکایپ بیا با هم صحبت کن. شما هی میای مینویسی، بعد من اینجا 6500 نفر هستن، اونا مینویسن، هر کدومش هم ماشاءالله هر ویدیویی میذاری 3 بار 4 بار مینویسه، من هی باید جواب بدم، نمیرسم عزیز دلم. یه نفر بیاد صحبت کنه، ای کاش میشد این کامنت نوشتن فیسبوک رو هم اگه کسی میدونه یاد من بده، مثل کامنت نوشتن روی یوتیوب یا آفش کنی. میبینید الان دیگه بی بی سی، من و تو، وایس آف امریکا، نمیدونم هنوز هست یا نه، اینا خاموشش کردن، میگن آقا چون هنر نزد ایرانیان است و بس، چون ماها خیلی مؤدبیم، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، نمیخوایم آقا، اصلا نمیخوایم کسی نظر بده. ای کاش فیسبوک هم اینجوری میشد که ما از دست شما دوستان نجات پیدا میکردیم. گفتم بهتون این دوستان بهایی یه موزیکی تهیه کردن خیلی قشنگ و خوبه، میگه من از دوستان چرا شکایت کنم و بنالم از دشمنان، که هر چی میکشم از دوستانه. من برنامه چهارشنبه رو نوشتم، واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. آقای ضیاء آتاباش شما از خوش حسابی صحبت نکن، شما هنوز به من بدهکارید. همین دوستمون از هندوستان آمده نوشته که آقای سربی بین دوستان که این حرفا وجود نداره. آقا شما به من نشون بده بیشتر این دعواها که بین دوستان و فامیل نباشه. دوستان هست
که وقتی اون بنده خدا اون خانمه اطمینان میکنه به این روزنامه نگار ورشکسته دزد فراری پولشو بهش میده، دوستش شده، سفره دلش رو باز کرده، سفره خونش رو باز کرده، به خونش راهش داده، وقت این نامرد بهش نامردی میکنه. حرف نزنه، نیاد بگه، سربی نیاد اینو بگه که آقا خانم مواظب باش این روزنامه نگار کلاه بردار، اون کسی که تو وزارت اطلاعات بوده کلاه بردار، آقای حسیبی کلاه بردار. یه دوست من میگه آقا شما چرا میگی آقای حسیبی کلاه برداره؟ دلیلش رو به من بده. گفتم آقا اشتباه کردم، غلط نوشتم، عذر میخوام، شما برو با آقای حسیبی کار کن تا صابونش به تنت بخوره. خندید گفت آقا عجب بلای هستی ها. گفتم چی بگم به شما؟ مثل این میمونه که من بگم آقا این بیچاره فلانی مرده مست لات چاقو زده به من، بعد شما بگی که حالا بیا زخمتو نشون بده، آقا 3 سال پیش چاقو زده خوب شده. ولی من دارم به شما میگم یا قبول کن یا شب که این یه بوت عرق خورد مست شد برو تو اون کوچه تا یه ضربه چاقو هم بهت بزنه. شما باید اول شخصو بشناسی، اطمینان کنی، حرفی که زد قبول کنی یا نکنی. نکن، برو امتحان. چی بگم به شما؟ خب بازم ممنون آقای دکتر عطا انصاری. و بله خود ایشون شاهده، مثلا من راجع به این شماره تلفن و تماس گرفتن و اینا دیدم دیگه اصلا مغزش پوک شده، با اینا گفتم بابا این هست اقلا 2 تا بیننده اینجوری بیاد، نه اینکه بیاد اصلا خجالت داره که شما بشینی اونجا بگی که اگه کوینم و کاوه عزیزم این ویدیوهای ما رو نمیذاش که همین چارتام نمیدیدن. خب همین چارتام که میبینن که کمک نمیکنن. اون منصور آقا میاد میگه آقا من پول بدم صحبت کنم، شما بهش میگی مگه پول دادی تا حالا؟ چرا؟ از روز اول اگه بهش گفته بودی پول بده پولت میداد. این آقا منصور به من زنگ زد رادیو باز کنه، به آقای ستار دلدار زنگ زده بود رادیو باز کنه، چطور اونجا پول داره خرج کنه؟ به شما که میرسه نه. عذر میخوام اینو میگم آقای بهبانی عزیز، برای که خر مجانی پیدا کرده سوارش میشه. ولی اگه من بگم آقا من خر هستم ولی اگه سوار شدی باید یونجم به هم بدی، اقلا سواری مجانی ندادم. ببین چه جوری پای آقای تیرانداز و نجاری و لیلا خانم و نمیدونم، نه لیلا خانم انصاری، اون آقا رضا و اینا رو قطع کردم از اینجا، برای که دیدم یعنی چی. اونا بیان زنگ بزنن اول برنامه یه چیزی یاد گرفته، سنتریفیوژ بذار تو این، آب میاد روش اینجوری میشه همینجوری میگه، بعدم قطع میکنه، بعد میاد میره آقای فروزنده. آقای فروزنده میگه آقا این سوال و جوابت بی ربطه، میره آقای میبودی. آقای میبودی میگه آقا این چیه، میره اونجا. ولی اگه قطعشون کنی همون آقا منصور بهت میگه آقا من 10 دقیقه برنامه میخوام، اون وقت چون پول ازش میگیری نمیاد حرف الکی بزنه. آقا اگه اینجا اینجوری شد اونجا چطوره میشه؟ شما بهش بگو آقا من سوال محال جوابش محاله، من چه میدونم چجوری میشه. در هر صورت ممنونم. و اگر شما مثل همون اولی که احتیاج داشتی، هنوز هم احتیاج داری، برو برنامه نگاه کن، هنوز یه تصویر که عوض میکنی جیب، بهش میگن فریم دراپ. شما هنوز نمیدونی، برای که این آنالوگ با دیجیتال میکس میکنی فریم دراپ میکنه. چرا من اینجا بیا برات میذارم الان این تصویر بک‌گراند اصلیمون، چرا صفحه دراپ نمیشه؟ بیا من غیب شدم ولی صفحه دراپ نمیشه، نمیاد پایین، میام این یکی، چرا دراپ نمیشه؟ میام این یکی، چرا دراپ نمیشه؟ برای که سیستم رو ردیف میکنی با هم، برای که اون بهت میگه آقا اگه این فرمتش WMV هست، ویندوز میدیا ویدیو، اون یکی MPEG اگه باشه اون میشه مال کویک پلیر رو نمیدونم ریل پلیر رو اینها، اینا نخواستی، همین میگی خودت اینجوریش میکنم بیل میشه، اونجوریش میکنم میل میشه، خودت هم همین کار کردی، تا دوتو چی یاد گرفتی فکر کردی همه چیز رو میدونی، شروع کردی فوش دادن. بس دیگه، امروز تلویزیون جمعه است، میتونیم هر چی دلمون میخواد بگیم، شما هم هر چی دلتون میخواد میتونید بگید، مملکت آزاده. خانم نیه خانم، من اگر برای شما این ویدیو رو قسمت دوم بذارم که آقای رضا پهلوی با صدای لرزان بعد از فوت باباش بوده میاد، یکم هم صداش میلرزه چون تو همچین جمعیتی صحبت نکرده و میگه من سوگند یاد میکنم که این پادشاه ایرانم و وظیفه رو انجام میدم و فلان، نه اون وقت شما راضی میشی؟
اون تبلیغی یادتونه میگفت هفت تا نمیدونم کله قند و دو من طلا و فلان، حالا شما راضی میشی؟ و میگو نه خیر، دوباره براش میشمون یه قافله این و اینه، شما راضی میشی؟ ببینید همون جوری که شهلا خانم در برابر شما مقاومت میکنه، شما هم در برابر من داری مقاومت میکنی. ما قبول نمیکنیم که بابا این دیروز تو همین سوراخه بوده و به من میگه که آقا جان کلاتو بردار بذار زیر پات، بیا بالا بعد برو یه بندی بردار کلاتم بیار بیرون. میگیم نه آقا، من یاد گرفتم کلام باید رو سرم باشه. نه، کلاتو بعضی وقتا باید بذاری زیر پات، کلا آهنی مخصوصا کلاهای ارتشی و کلاهای ایمنی، بیای بالا بیای خودت نجات بدی. افشینم اینو خواهد فهمید. خدایا اگر جهنم و بهشتی هست، اگر روح و اینهای هست، این روح و روان آقای دکتر مصطفی هروی شاد. اون اینقدر پیشرفته بود که نمیمد مثل من وقت خودش رو با افشین بذاره. نمیخوام بگم خدای نکرده شماها پایین هستید من بالا هستم. میگفت که ببینید من 87 سالمه، فکر کنم اون 88 سالشونم بود بنده خدا فوت شد، یا شاید هم 89. گفت من 87 سالمه، دیگه وقت ندارم با شما یک و دو کنم، و اینجایی که شما هستید من بودم، بعدن که شما رسیدید اینجا اگه بودم باهاتون صحبت میکنم. ولی میخندید میگو من بلیت پروازم دستمه، یعنی ویزا گرفتم که حالا برم یا اون دنیا یا توی نمیدونم کائنات فلان اینا. روانش شد. من از ایشون خیلی چیز یاد گرفتم. دو سه تا چی به من گفت که اون موقع ها میترسید از شما. شما ببینید چه جامعه ای درست کردید، طرفداران پادشاهی که میگید آخوندا دیکتاتورن. بله آخوندا دیکتاتورن، ولی شما هم همین دیکتاتوری رو سر مردم درآوردید که دکتر مصطفی هروی توی سن 87 سالگی از شما وحشت میکرد. اونجایی که فردوسی میگه که نمیدونم شاه و آخوند برادرن، هر دو زیر یک چادرن، اینا دوتا ستونن که اگه این نباشه اون نیست و اینا، میگه این بگو ولی نگی که من بهت دادم ها. این بهش میگن رعب و وحشت، یعنی شعبون بیمخبازی درآوردن. این آقای نیکبین میاد، ما یه دو بار خواستیم آدمش کنیم. خب ما دیگه دبیر بودیم سر کلاس، بچه‌ها گاهی وقتی اذیت میکنن، پشت تو راه میکنی، کاغذ مچاله میکنن برات پرد میکنن، ولی اگه یکی شروع کرد برات سنگ پرد کنه، اینو میگیریش یه تیپام میزنی. من خدا شکر هیچ بچه‌ای رو نزدم، میگیری میندازیش بیرون. آقای نیکبین عزیز، من به شما احترام گذاشتم، هر چی نوشتی بهت گفتم دوست عزیز بیا مثل آدم نظرتو بگو. خانم نازیلای جوان، به دیگران احترام بی احترامی نکن. چرا میگی اینا ملتی که اینجوری میگن؟ مگه شما و من جز این ملت نیستیم؟ بابا من که تازه خیلی بیکله بودم سال 2001، وقتی تا 2003 وایستادم و از 98 تا 2003 5 سال خواستم بگم کارتون خیلی خرابه، آمدم درستش کردم، گفتم کارمون خیلی خرابه، یعنی منم جزء شما هستم. اون وقت شما یه تنه میای به همه ملت فحش میدی چون این ملت منتظرن که یکی بیاد فلان. میگم شما جزء کی هستی؟ شما از ما بهترون هستی؟ شما به پشتتم میگی با من نیا که بو میدی؟ خب بیا ببینیم کی هستی، چی هستی، کجایی، چی بگم. ای داد بیداد. بله ماجرای این پدر سوخته جیمیل بلاک کردن، فیلتر کردن، که خودش حالا اون وقتا یه چیزا رو میزدی میرفتی اینجا میگو بلاک، AOL اولین ایمیل من بوده، بعد یاهو، حالا هم جیمه. شما برید ببینید چند تا تنظیم مختلف گذاشتن، وقتی میری توی ستینگش ببین چند تا تنظیم، این همه با تنظیم برای یه ایمیل. آقا این پست ما اینجاست، چی میگن میل باکسمون، صندوق پست اون، نامه میارم میذارم ما برمیداریم، آشغال میریزیم اون میریزیم. این همه برگ و شاخ و چی بهش نباید بدن که نمیدونم چه نونی میخورن، کجا هست منافع اینا که این کار کردن. میگفت که I should know beforehand this surprise speaker I also contact. بله و مرسی، خیلی ممنون، همینی که نوشتید دیگه. من سعی میکنم که از ایشون دعوت کنم
من گفته شما رو داشتم میگفتم که اگر ایشون بیاد به اصطلاح میشه سورپرایز یا مژده. I think you should hire a volunteer to help you. قربونت برم. من حالا تازه میفهمم اون وقتا چرا میگفتن زبونم مو دره بود. اگه شما زبونتو دهنتو باز نگه داری، زبونت بیرون باشه، فکر کنم مو در میاره، برای اینکه روش حشره نشینه. یکی از دلیل اینکه ما بدنامون مو داره و اینها فکر کنم اینه. حالا یا طبیعت یا خدا هر کی هست اینو ساخته که حشره و اینها نشینن روش. وقتی میشینن چیز میگه زبونم مو در میاره، یعنی اینقدر حرف بزنم در ما 3 سال داریم میگیم نمیاد. آقا بابا این ساشا جوون خبرنگار ژورنالیست میاد بعد میگه آقا حالا من امشب بهت خبر میدم، بعد امشب دوستش بهش زنگ میزنه بریم دیسکو، دو تا دختر امروز دیدم نمیدونی چه هلو، میگه بریم، میرن با هم بیرون. حالا نمیدونم ساشا اصلا ممکن بنده خدا زن داشته باشه براش هم شر درست کنیم، میرن بیرون اصلا سوربی و عمو سوربی یادش میاد، دوشنبه دست میکنه تو جیبش مینه او 200 دلار خرج اون دو تا هلو کرده. بعد آخر شب هم که چراغای دیسکو روشن شده، شدن دو تا لولو. این از ترس رفته تو گفته برم توالتو میام، فرار کرده رفته. چی شد؟ کسی پیدا نمیشه. ما شدیم اینجا مثل امام حسین، هی داد زد هل من نصر نصرا، همه گفتن برو آقا تو دیوانه شدی برای یه عشق و عاشقی برای یه زن رفتی صحرای کربلا، ما چی کار داریم؟ رفتن دنبال کارشون. نه آقا، شما هم که ما گفتیم از شیکاگو بلند میشی میای اینجا، به جای اینجا بلند شدی رفتی چیز، ولی اسمارته. به من میگه سوربی تو هم از این واشنگتن جلو پلاست جمع کن برو، اینجا رو میزنه ها، کره شمالی میزنه ها، نمیدونم این فلسطینیا کیان اینا، حماس رو اینا میزنن ها. آقای سوربی نمیدونم این برنامه شما جدی است یا فکاهی، چون من همش میخندم. اگر جدی است فکر میکنم باید برم دکتر. کامران دوست عزیز، یکی از شما برای من کمدی یا فکاهی رو تعریف کنه. اینجا میگن مثلا دیفاین دیس، یه کلمه رو برای من دیفاین کن، بازش کن، تشریحش کن. کمدی چیه؟ کمدی مجموعه طنز هست که از حقیقت زندگی به شما گفته میشه، شما خودت رو توی اون طنز میبینی و میخندی. یه دونه از این چیزایی که من گفتم شما بیا به من بگو آقا من یه دوستی دارم، یا مثلا من از اول بچگیم تا حالا هر دوستی دارم هیچ کدومشون به من دروغ نگفته، نارو نزده، پولمو نخورده، بدقولی نکرده. و تو کجا زندگی میکنی سوربی که اینجوریه؟ تا من بلندشم بیام بغل دست شما زندگی کنم. من آینه شما هستم، خودت رو اینجا میبینی. اونی که فوش میده از خودش بیزار میشه. سعید کاووسی 2-3 تا حرف درست میزنه ولی بلد نیست اینو باز کنه. امروز براش گفتم، گفتم که تو فکر نمیکنی همه اینایی که برنامه دارن اونام تو فکرشون مثل شما خودشون رو نمیدونم مایک والاس میدونستن، خودشون رو لری کینگ میدونستن، خودشون رو اون آقای کیه مال فاکس نیوز برایان اورایلی میدونستن، اورایلی میدونستن. ولی وقتی میای تو عمل، شما اگه تونستی این کامران رو نگه داری، من میدونم این آدم جلبیه، این آدم موزیه، این باهوشه، به این سادگی شما نمیتونی 5 دقیقه یه جا نگهش داری، خودت بنویس. ولی وقتی میزنه سوربی رو میبینه، خودشو میبینه با دوستایی که بلا سرش آوردن، خودشو میبینه با جامعه‌ای که بلا سرش آورده، اون وقت میشینه به قصه های خودش از زبان سوربی گوش میکنه و میخنده. آخرش هم میگه خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، سوربی جان کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم با هم باشیم. دوستانی که صاحب بیزینس هستن نترسید، اگر آگهیتون رو دادید به سوربی مشتریاتون فرار نمی کنن. اگر کردن یه سری مشتریایی که ما رو دوست دارن بیان خرید کنن. ای وای بر من و شما که تو آمریکا هم ما می ترسیم که آقا من با این نرم بیرون یه وقت جیرم قطع بشه، آقا من با اون سلام نکنم یه وقت فلان بشه. آقای کاظم آقای فراتی هم که با اسم قلابی آمده بود یه روز آمد و غیب شد. بیا عزیز من مهمان برنامه باش،
یا بشین اگر مهمان مایی تازه دل باش. آگهی ها رو میبینیم برمیگردیم. امروز دو سه تا ویدیو خوب دارم، اجازه بدید قبل از اینکه برم تشکر کنم، باز برمیگردم تشکر کنم از آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور که اون دوستمون رهگذر که سوال کرده بود ایشون پاسخ دادن، پاسخ ایشون هم به صورت ویدیو حاضر هست و برای شما پخش میکنه. مرسی. جناب آقای صبحی، با عرض احترام کنن عقیلی پور هستم. در پاسخ شنونده محترمتون که متضمن دو سوال بود، یکی بقای کودتای ننگین 28 مرداد و یکی هم رول حزب توده در اون زمان ها و در زمان آقای دکتر مصدق قهرمان ملی تاریخ ایران. جناب عالی میدونید که در مورد 28 مرداد به طور مفصل من صحبت کردم که در آرشیو شما هست و حضرت عالی هم ماه گذشته بارها این بقای 28 مرداد رو پخش فرمودید. موضوع حزب توده و رفتارشون هم در همین مورد هم در یکی از برنامه های شما مفصل من صحبت کردم که چه رولی حزب توده داشت و صد چشمش از کجا بود و حتی قسمتی که مربوط به انگلستان بود در اونجا نفوذ کرده بود و به نام توده نفتی معروف بود. این مطالب رو هر من گفتم و اضافه هم کرده بودم که بعضی سرانشون عملا و رسما کارمند شرکت نفت بودن که از اینجا حقوق گرفت. این جواب اون شنونده محترمتون. یمنم یکی از آقایونم از شما پرسیده بود که ساعت بذارید اونجا که ببینن چه ساعتی هست. البته میشه یه ساعت کوچیک روی میز شما گذاشت که همه ببینن، ولی فکر نمی کنم با این حرکات بالا پایین و چپ و راست دائم دستای شما اون ساعت بیچاره بتونه یک دقیقه بیشتر روی میز شما بمونه. در هر حال پایدار و سلامت باشید.
ببخشید دوستان، مثل که من قاطی کردم، به جای آگهی ویدیوی آقای عقیلی پور رو گذاشتم. من جمعه ها چون 3 تا برنامه پشت سر هم تقریبا، این دوستان از کانون آوا و بلافاصله برنامه خودم و بعدش هم که برنامه دیدار یاران هست، اصلا از صبح یه وحشت عجیبی به هم دست میده. این وحشت باعث میشه که گاهی وقتا کارا رو خراب کنم. الان من میدونستم که باید این بیشتر و طولانی تر باشه. یکی برای من بنویسه که شما آگهی دیدید یا صحبتهای آقای عقیلی پور رو شنیدید. ضمناً داریش عزیز، پیام شما رو گرفتم. شما صفحت رو ریفرش کن یا کامپیوترت رو روشن و خاموش کن. اگر از جی ال باکس داری ما رو نگاه میکنی، سیستمت رو باید ریستارت کنی اگر تصویر یه جایی فریز شده. ولی چون میگی ایمیل هم میفرستم ایمیل جواب نمیاد، من هر ایمیلی شما فرستادی جوابش رو دادم دیگه. شما میدونی من توی جواب دادن ایمیل ها چقدر به موقع اقدام میکنم. احتمال زیاد شما صفحت ریفرش نیست، مودم یا مودم و راوترت و کامپیوترت رو یه خاموش روشن بکن. من این کار رو روزهای یه شنبه انجام میدم. حالا که شما اینو گفتی، من یک اقراریم بکنم. گفتم اتون روز اولی که این سیستم ها رو گذاشتیم، ما رفتیم یه شنبه دیگه بعد که همه چی وضع شد، ما رفتیم خوابیدیم و رفتیم یعنی تلویزیون نگاه کنیم، بعد دیدیم که این کامپیوترم بعد از ما گرفته قشنگ خوابیده. اول رفته روی استراحت، بعد دیگه خوابیده. صبح که اومدیم گفت اه، بعد یادمون اومد که باید بهش بگیم آقا اینجا خواب نداری، اینجا مثل شاه، کی خوابیده کی بیدار، فقط چشمای شاه بیدار، باید شما بیدار باش. اونو تنظیم کردیم، اینو شما داشته باش. امروز صبح اومدم اینجا دیدم نوشته آپدیت های جدید گذاشته شد. گفتم چه خوب، از من نمیپرسه که ریستارت کن. بعد نگاه کردم دیدم ریستارت کرده، انکودرامون خاموش کرده و اینها. رفتم یادم افتاد که باید بریم بهش بگیم آقا دستم به دامنت، شما دانلود کن آپدیت ها رو، ولی بذار خودمون اینستال کنیم و بهت بگیم کی. بهترینش میگن یک شنبه 2 صبح هست، ولی من چون پروگرامان نمیدونم که چه ساعتی درست تموم میشه، میگم به اختیار خودم باشه که وقتی گذاشتم آخر یه برنامه‌ای که تموم شد یا آگهی خاموش کنم و ریستارت کنم، دوباره استارت بزنه. اگر صدای منو میشنوی داریوش جان، دیگران دارن تصویر رو میبینن، با من دارن صحبت میکنن، مینویسن و اشکالی نداریم. به نظر میاد که کامپیوتر شما احتیاج به ریفرش داره. و اما ساشا میگه که پیام پخش نشد، فقط آقای عقیلی پور و منظره پخش شد. جدی میگی؟ عجب ماجرایی ها، قاطی کردم. پس بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم ببینم که چی شده. خدایا که همچین شده، من نمیدونم، پیر شدم. ساشا چان، سربی پیر شده، چون پیر شدی سربی از میکده خارج شد. و اینجا میگه عد آقای عقیلی پورم، میگه آقای عقیلی پور دسکتاپ عقیلی پور، اذیت نکن دیگه. حالا برای آگهی ها رو ببینید، من آقای عقیلی پور رو میذارم تو این سیستم اینوری که ببینید و بشنوید. مرسی. آزادی خواهان و مردم ستم دیده ایران، یکی از راهکارهایی که میتواند ما را به هم نزدیک سازد، پرهیز از هر گونه قضاوت در گذشته افراد و احزاب میباشد. علاقمندان با هر گونه سابقه ای، با پذیرفتن چهارچوبهای جبهه میتوانند با ما همکاری بنمایند. آدرس ایمیل ما info@azadikhahan.eu، تلفن تماس 2046 70 47 55 111. پیش به سوی جبهه آزادی خواهان. زنده باد اتحاد، نابود باد استبداد به هر شکلش. الهام رحیمی. بنیاد فرهنگی مهرگان با نهایت مسرت برگزاری 12th سمینار سالیانه خود را در روزهای جمعه 29 آگست تا دوشنبه 1 سپتامبر 2014 در سالن مجلل منچستر گراند حیات سان دیگو به اطلاع همگان می رساند.
سخنرانان به ترتیب حروف الفبا: هومر آبرامیان، شیرزاد ابراهیمیان، افشین ادیب، ساناز الستی، اردشیر انوشیروانی، آرمان جمشیدی، اسماعیل خویی، عبدالستار دشوکی، حشمت رئیسی، آرتیمیس علی آبادی، امیر غلامی، کاوه فرخ، مهدی خسروی کردستانی، مهران ملکی، شاهین نژاد، الهام یعقوبیان، خسرو فروهر، امیر فصیحی، مازیار قویدل و سخنران میهمان. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام لطفاً با تلفن‌های 858 673 7000 و یا 760 470 26 29 و یا ایمیل آدرس faizefirouzi@gmail.com تماس حاصل فرمایید. به امید دیدار. بنیاد فرهنگی مهرگان. به نام ایران و با درود به همیهنان گرامی، حسن جعفری هستم، عضو جبهه آزادی خواهان ایران، واحد استکهلم در سوئد، آزادی خواهان و مردم ستم دیده ایران. برای اتحاد و همبستگی بر علیه استبداد حاکم بر ایران، یکی از بهترین راهکارهای به دست آمده به شرح زیر می باشد. 1. از هر گونه قضاوت نسبت به گذشته احزاب و افراد خودداری نموده، چون باعث دشمنی و از هم گسستگی ما خواهد شد. در ادامه بیانات جناب حسن جعفری، من محمد شهنوازی هستم، درود میفرستم به تمام مردم ستم دیده ایران. و پیشنهاد دوم، بعد از رسیدن به فضای باز سیاسی توسط کارشناسان و گروه حقیقت یا به پرونده ها رسیدگی خواهد شد. متاسفانه امروز همه ما شدیم قاضی، خامنه ای جلاد شده راضی. پیش به سوی جبهه آزادی خواهان. نابود باد استبداد، پاینده باد اتحاد. خب دوستان عزیز، باز هم سلام. اجازه بدید من اینجوری کنم، این خانوما ماشاءالله چقدر وسیله داشتن. اون وقتا یادتونه یه چیزی از کیفشون در می آوردن، اینجوری بازش میکردن، شروع میکردن خودشون رو باد میزدن. این 10 تا بلیت یا تیکت هست که آقای حسن فیروزی و بنیاد مهرگان لطف کردن برای برنامه‌ای که از جمعه 29 آگست تا دوشنبه اول سپتامبر 2014، همین ماه دیگه، الان آگستیم، ماه آگست هست، در سان دیگو، بله در سان دیگو هتل بسیار زیبا، اونجا دوستان مهمونای خیلی زیادی هم اونجا هستن، جمع میشن. ورودیه 125 دلار هست، ولی اگر شماها بخواین، ایشون چون گفتن با اون تنز و اینها برای من نوشته بودن که میتونید اینها رو پوز بدید یا بفروشید، کمک بگیرید برای تلویزیون، یا همین جوری بدید به دوستان به عنوان مسابقه و اینها از طرف تلویزیون مردم. اگر کسی لطف کنه اینها رو، مخصوصا اگه لطف کنه 10 تاشو از هم با هم از ما بخره، یه پولی هم بده، من ممنون میشم و متشکر. و اما ساشای عزیز گفت که آقای عقیلی پور پخش شد و تصویر، من فکر کردم صدای آقای عقیلی پور هست و تصویر ایران، نگو که منظورش این بوده که بس پیام آقای عقیلی پور بعدش هم تصویر. درستم میگه، چون 2 دقیقه بود در صورت که آگهی‌ها نزدیک 4 دقیقه است و به همین خاطر رفت رو تصویر. از داریوش عزیز پرسیدم، داریوش گفت که نه، هم صدا پخش شده هم تصویر. چون من اشتباهی گفتم، بذارید یه بار دیگه بریم پای صحبت‌های آقای عقیلی پور بنشینیم و ایشون راجع به زمان و ساعت گذاشتن اینجا و این که من خیلی حرکت میکنم و تقلا میکنم صحبت کردن. مهمان قبلی من آقای مرداد ساغرچی، ایشون کاراته باز هست و فکر کنم امروز کاراته تمرین نکرده بود، توی برنامه همش تمرین کرد و خیلی دستاشو اینجوری می آورد و حالا من فهمیدم که این سعید چی میکشه از دست من. هی به من میگه سوربی دستات اینقدر تکون نده. وقتی که دستات تکون میدی، اعصاب بیننده خرد میشه و منم روم نشد که چیزی بهشون بگم. حالا دفعه دیگه سعی میکنم که بهشون بگم که لطف کنید دستا، وقتی گفتن چی؟ دستا رو کرد ها؟ نمیدونم، در هر صورت. و بریم آقای عقیلی پور رو هم بشنویم. و اینی که آقای عقیلی پور میگی چون ما چند مدت اون برنامه 28 مرداد رو پخش میکردیم، شما درست میگی، این اتفاقا نشون میده که جامعه ما خیلی چیزها رو میبینه میشنوه، تأثیر نمیذاره،
متوجه نمیشه، گوش نمیده. در هر صورت این پیام شما و خیلی از اینا میگن به دلیلی که یه سری چیزا توی یوتیوب پخش میشه، یه سری چیا توی مردم تیوی، یه سری چیا اینا ممکنه نبینن و بعضی ها میگن که باور دارن که اگر تو برنامه من پخش بشه به اصطلاح میبینن و تأثیر گذاره، اگه نشه میگن بابا مگه میشه، ما داریم میبینیم. دوستمون دیدید به شمیم گفت نگاه کن 12,000 نفر، ما داریم میبینیم بابا این 7 نفر در تماس هستن. آقای عقیلی پور، بریم بشنویم راجب صحبت‌هاشون، اجازه بدید ببخشید، بشنویم صحبت‌هاشون رو در رابطه با این سوالی یا دو تا سوالی که این دوستمون کرده بود. آقای عقیلی پور بفرمایید. جناب آقای صدی، با از احترام کنن عقیلی پور هستم، در پاسخ شنونده محترمتون که متضمن دو سوال بود، یکی بقای کودتای ننگین 28 مرداد و یکی هم رول حزب توده در اون زمان ها در زمان آقای دکتر مصدق قهرمان ملی تاریخ ایران. جناب علی میدونید که در مورد 28 مرداد به طور مفصل من صحبت کردم که در آرشیو شما هست و حضرت عالی هم ماه گذشته بارها این بقایه 28 مرداد رو پخش فرمودید. موضوع حزب توده و رفتارشون هم در همین مورد هم در یکی از برنامه های شما مفصل من صحبت کردم که چه رولی حزب توده داشت و صد چشمش از کجا بود و حتی قسمتی که مربوط به انگلستان بود در اونجا نفوذ کرده بود و به نام توده نفتی معروف بود. این مطالب رو هر من گفتم و اضافه هم کرده بودم که بعضی سرانشون عملا و رسما کارمند شرکت نفت بودم که از اینجا قوم گرفت. این جواب اون شنونده محترمتون. یعنیم یکی از آقایونم از شما پرسیده بود که ساعت بذارید اونجا که ببینن چه ساعتی هست. البته میشه یه ساعت کوچیک روی میز شما گذاشت که همه ببینن، ولی فکر نمی کنم با این حرکات بالا پایین و چپ و راست دائم دستای شما اون ساعت بیچاره بتونه یک دقیقه بیشتر روی میز شما بمونه. در هر حال پایدار و سلامت باشید. ممنونم از شما آقای دکتر سرهنگ عقیلی پور. ایشون از هر جای دنیا که باشن از فرانسه لطف میکنن زنگ میزنن و میبینید که چه ساده چه راحت، احتیاجی نیست من اینجا باشم، ایشون پیام میذاره لطف میکنه، منم میام با اون عکسایی که از ایشون داریم و از برنامه ها داریم پیامشون رو به این صورت برای شما میذاریم. ما باید از وسایل و امکاناتمون استفاده کنیم. مرسی، ممنونم. چش، سعی میکنم دستم رو به اصطلاح خیلی اینور اونور نکنم. و اما سعید گفته آقا روز جمعه است، مردم میخوان برن مهمونی، این حرفا چیه؟ شما میگی مهمون مثل آشغال میمونه اگه نره دو سه روز بیرون بوگن میگیره. مهمان مثل هوای تازه است که ما استنشاق میکنیم، ولی امان از اون روزی که شما این هوا رو استنشاق کنی و بمونه نره بیرون، خفت میکنه. چه زبله این! اگه زبل نبود نمیتونست این همه آدم تو اداره فرهنگ کالیفرنیا بچرخونه. مهمان مثل نفس است، مثل هوای گند نیست، دم است. وقتی میآید روح را نوازش میکند، نفس تازه. اما اگر نفس آمد و در گلو گیر کرد، در سینه، گر سینه گیر کرد آدم را خفه میکنه. پس نشون میده که این همون ماجرای بشین و بفرما و بتمر. از طرفی در رابطه با اپدیت کامپیوتر و اینها بعضی ها میگن نگو اپدیت، بگو اپدیت. اوکی آقا، هر چی شما میگه. مایکروسافت هر سه شنبه اپدیتاشو میفرسته. نورتون آنتی ویروس هر 48 ساعت میفرسته. مکفی رو اشتباه نوشتید اسپلش رو. مرده چی شد بالاخره؟ رفت این ور رفت، کشتنش، خودکشی کرد، مرد، نمیدونم. مکفی هر 48 ساعت میفرسته. خودت رو راحت کن، برو بزن
من نمیخوام اتوماتیکلی آپدیت کنی و اون کردم امروز صبح این کارو کردم. ممنونم از شما. من هر وقت سوالی دارم از سعید میپرسم، از بابک میپرسم و از یکایی که این دوستانی که من رو کمک میکنن ممنون و متشکرم. اون دوستی هم که پیام گذاشته گفته شما شماره بانکو اینها رو بده، من چشم تماس میگیرم و خوشحالم. دوستانی هم که گفتید که خیلی ممنونید که من آمدم و درباره این کلاهبردار، این شیاد که روزی نام نگار بوده، اونجا حقوق بگیر و جیرخور رفسنجانی بوده و میبینید همشون یه پترن دارن، همشون یه شکل خاص دارن. اون یکی میگه من شوهر ننه رفسنجانی بودم، مأمور وزارت اطلاعات بودم، نمیدونم اینقدر میلیون دلار شکر خریدم و آرد خریدم، بعد پولای همدیگر رو میدوزن با هم دعواش میشه. این یکی میگه من 10 میلیون از رفسنجانی گرفتم، وبسایت چی درست کنم. من نمیدونم این آقا بلد نیست کامپیوترش رو روشن کنه، اون وقت این چجوری وبسایت رفسنجانی رو 10 میلیون تومان گرفته اون موقع یا 10 میلیون دلار. خلاصه روزگار غریبی است. به شدت مواظب خودتون باشید و ببینیم که ساشا دیگه چی گفته. همون ساشا گفته اون پیام پخش نشده اینا، ولی ساشا گفته آی سوری من از جاهای شلوغ خوشم نمیاد و هیچ وقت تا حالا تو عمرم دیسکو نرفتم. نصف عمرت تلف شد، باید بری تا مثل ما همه عمرت تلف بشه، گوشات دیگه الان کر شده باشه. لام از سوا برای که مشروب بخوری هی این صدا رو میبرن بالا. برو بزن تو گوگل، هرچی صدا بالاتر باشه شما بیشتر مشروب میخوری، هرچی موزیک تندتر باشه بیشتر مشروب میخوری. اینا همش روش آزمایش کردن. ما خوکچه های هندی اینها هستیم، ما موش های آزمایشگاهی اینها هست. نمیدونم بگم خوشحالم که نرفتی دیسکو، بگم متاسفم برات، نه هر چیزی رو آدم بره نگاه کنه و ببینه و اینها بد نیست. خب آقای احمد قرنفلو please watch this to TV. خب هیچی دیگه، هر چپ و راست همه میفرستن نگاه کن، هیچ کی نمیگه آقا اینو نگاه کن، نمیدونم 10 دلار بابت وقتت، اینو نگاه کن 20 دلار پخش کن فلان. نه. یک ایمیلی رو این آقای آرمن ساگینیان فرستاده بود، اون روز وقت نشد من بخونم، چون این علی شیرازی همشهری ما یه جورایی گفته بود آقا این آقا درست میگه. گفتم آقا اینم یه روانیه مثل من، کسی که ارمنی باشه حضرت محمد آمده باشه به خوابش معلوم میشه اون شب دیزی خورده، چی خورده سنگین دیگه، عیسی و موسی و اینا کاری بهش نداشتن، حضرت محمد آمده به خوابش که آقا برو اینا حق منو خوردن. اینم ورشته 1000 صفحه دوتا کتاب نوشته، چون فروش نمیره هی برای اینو اون میفرست. در هر صورت گفتم بابا این اگه اون چیزی که میگفت بود خوب بود، واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. مقاله‌ای که نوشته بود ایشون نوشته بود که در جامعه ما عقده دکتر و فلان اینها کم داریم، همه رو زده بود تو سرشون اینها. حقیقتا خود این حالا عقده دکتر نشدن داره، آخرش نوشته بود مهندس آرمن ساگینیان. حالا شما نامه هاشو ببین، این هر نامه ای که می‌نویسه شما باید یه مترجم همراهت باشه. نوشته درون مایه یعنی موضوع، بذار من اینو خاموش کنم که این نپره همینجا باشه. درون مایه یعنی موضوع، پیش درآمد طوفان بزرگ توی پرانتز طوفان نو، بانا آقای تو پرانتز آقای هویک نرسیسیان یک دانشمند و هموند توی پرانتز نوشته اوز. آقا اینجوری برای شما بگم، یک نامه‌ای که سه تا پاراگراف باشه شما یه حداقل 30 تا پرانتز و معنی‌های مفتزهی که خودشم بعد یادش نمیاد این چیه، همون ماجرای آی من چه کار میکنم به جای آی آب و حوض میکشم، اینا هستن که افسار یابو رو بستن به پشتش هی میکشن. هی یابو یادتونه یه جوکی میگفتن، میگه یه نفر سوار شد هی با پاش میزد تو شکم این الاغ، میگه هین دیگه الاغ خسته شد، برگشت گفت احمق مین جلو پام مینه، تو نمیفهمی رفتی اون بالا، من که میفهمم که اینجا رو کندن بومیده نمیرم. حالا اینا هم همینه، رفتن فقط به سلام گفتن درود. آقایون رو یه مدت یادتونه میگفتن کدبان،
این تیرانداز بنده خدا میگه آقا این یعنی چی کدبان و کدبان اینا مسخرهمون کردن، حالا شده بانا. بانا یعنی آقا. عکسو میگن فرتور، عضویتو میگن هموند، نمیدونم مجلس رو نشست رو مجلس نشست. اصلا آدمای بیکار حقوق میگیرن از دو سه جا، شانس آوردن رفتن یه جایی هم یه سوراخ دعایی پیدا کردن با همین ایمیلایی که مثلا از سوربی دزدیده. این آقای آرمن ساگینیان لیست ایمیل من رو که اشتباه کردم، حماقت کردم، من حماقت کردم، ولی قدم دومیش ایشون دزدیده برده استفاده میکنه، میره نشون میده بیاد نگاه کنید من مثلا 3000 تا روی چین هستن. تا اون روز این باور کن دو نفرم روی لیستش نبودن. من اصلا ببینم ما داریم اینقدر حرف میزنیم این برنامه ما ضبط میشه یا همه اینها میشه باد هوا و میره. نوشتیم اینجا سوربی لایو، ببینیم که کجا هست این سوربی لایو. خدایا این سیستم ما بعضی وقتا وقتی ضبط میکنیم میره توی سیستم، ولی اون فایل اون دیگه قابل چیز نیست. چرا نمیدونم، اگه کسی کارهای ویدیویی رو میدونه و بلده به ما بگه. در هر صورت به خیر گذشت. معمولا هم جمعه ها این اتفاق میفته که من سرم شلوغه، ولی نه، نشون میده سوربی لایو آگست فرست داره ضبط میشه. و اما یکی نوشته بود که آقا بیشتر از آقا رضا پهلوی صحبت کن. نه عزیزم بس دیگه، چی بگی؟ آقا رضا پهلوی و جمهوری اسلامی 500 هزار دلار این داد، 500 هزار دلار اون داد، ما 1 میلیون دلار این تلویزیون مردم را انداختیم، بنزه کافی براشون تبلیغ کردیم. شما اگه میخوای راجع به آقای رضا پهلوی چیزی بگی یا خودت بیا، اگه نمیتونی ویدیوهایی که موجوده بگو سوربی این ویدیو این ویدیو این ویدیو رو بذار و به اصطلاح ما نشون میدیم پول میگیریم. ولی اونی که گفتم سوگند رضا پهلوی، اون اصلا رو اینترنت هست، برید بزنید رضا پهلوی، با انگلیسی هم حتی بنویسید فینگلیش سوگند میاد. اگرم پیدا نکردید برای من ایمیل بفرستید میفرستم. پس نه یه خانم، شما اشتباه میکنی که ایشون قسم نخورده. فقط اگه اعتقاد دارید قسم رو باید با چلو کباب میل کنن، بله شما درست میگی، ایشون سوگند یاد کرده قسم نخورده. افشین جان شما اشتباه میکنی که فکر میکنی این گفته من شاه نیستم. این با مهارت کامل داره به همه شما که طرفدارش هستید خیانت میکنه و میبینید هر کسی طرفدار این بوده به مرور آمده کنار. نمیشه که همه اینا اشتباه کنن. این آقا کلاشه، این آقا کلاهبرداره. آقا مگه میشه من بشینم اینجا جرأت داشته باشم به یه آدمی درستکاری بگم کلاهبرداره، بگم کلاشه؟ نه، از خودم مطمئنم. ولی اینکه اینقدر وکیل داره و فلان داره میاد پدر صاحب بچه رو در میاره، میدونه چرا. برید بخونید، مشکل من اینه، مشکل شما اینه، خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم افشین جان، برای که همش نشستید فیسبوک تا 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 فوش به این تا 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 فوش به اون. این دیوانه امید نادان، حالا خانم نزهت یحیی‌زاده تازه میگه این جوان رو حمایت کنید. میگم خانم تنها حمایتی که میشه به این جوان کرد اینه که یه نفر به دادش برسه قبل از اینکه افسرده بشه خودکشی کنه، بهش بگه آقا بی برو دنبال زندگیت بدبخت، حالا شانس آوردی از ایران اومدی بیرون سوئد، خانومت هم اومده اونجا، برو دنبال زندگیت. و این کارهایی که تو میکنی برای اینکه بری حالا یه عکسی بغل دست آقا رضا پهلوی بگیری، اینا برای تو نون و آب نمیشه. برو فکر نون بکن که خربزه آب است. اینم از این. میگه ولتر گفته، بعد از آقای عقیلی پور سوال کنم که اینو ولتر گفته. ولتر جوان فرانسوی بود دیگه، درسته؟ اگر میخوای بفهمی چه کسی سوار هست و کنترل میکنه، نگاه کن ببین از چه کسی نمیتونی ایراد بگیری، اون سوارت شده، اون دیکتاتوره. خودتون حالا از خودتون بپرسید. خدا رو شکر که من برام هیچ کس مقدس نیست، از خدا ایراد میگیرم تا این آقای حاج رضا پلویی. میدونید به آقای رضا پهلوی میگن پلویی، خیلی پلو دوست داره، چلو کباب فامیلش هم بهش میخوره دیگه. خب دوستان عزیز اجازه بدید یک کمی هم جدی بشیم تا این کامران بفهمه که آقا برنامه جدیه. بابا نمیبینی ما این همه چروک انداختیم؟ با درود آقای کیش شیمرانی، به قول دکتر سکویی. این دکتر سکویی دکتراش رشتهش چی بود، از کجا گرفته؟ آقای سعید سکویی میگفت همه شنو سعیدن،
سعید شیمرانی میگفتم آقا این یش کجاست؟ شمیران هست، شیمران نیست. بعد اونم میمد بیچاره صدای خوب تو رادیو کانادا و این ورور بوده، برو آقا دنبال زندگی شعر بخون، چیز بگو. بزرگ ایران درست کرد، کوچیک ایران درست کرد، فکر نمیکنم یه اتاقی هم داشته باشه بعد بتونی یه جای شب راحت بخوابی. با درود به شما جوانان ایران، ما انقلاب خواهیم کرد. آقا ولم کن، اگه اون جدیه مال من فکاهیه، مال من مسخره است، مال من شوخیه. اگه این جدیه اونا همشون فکاهی هن، مسخره هستن. بهت گفتم آقای ضیاء آتابای اومده نشسته، کسی که حالا تلویزیونش اون موقع هنوز باز بود، رو جی الویز و اینترنت بود، داره نصیحت میکنه به آقای همایون که چگونه بیزینس تو بچرخون. آقا آقای همایون باید کلاس بذاره، همه شما تلویزیونی ها شنبه ها برید تو کلاسش. یه جوکی بود، از شیطون پرسیدن روزی چند، هفته چند روز کار میکنی؟ گفت هفته چهار روز. گفتن اون سه روز دیگهش چی کار میکنی؟ گفت میرم تو کلاس آخوندا. حالا آقای ضیاء آتابای، شجره، خانم حاله، دیگران، اینا باید شنبه و یه شنبه برن تو کلاس های درس بیزینس و مارکتینگ آقای شهرام همایون. شما اومدی به این میگی که چی کار کنی؟ بعد برید ببینید ویدیویشون رو. اون وقتی این دوستمون فریاد زد آقا بس اینقدر تبلیغ برای بهبانی نکن، وضعش خیلی خرابه بیچاره، دلم میسوزه براش دیگه. با دوستاش هم در افتاده، مچ پای اونا هم میگیره. در هر صورت برید ببینید ویدیو اینها رو که چه پولایی، 600 هزار دلار فلان شرکت تلفنی آورده داده. هم میگه البته چون اونا با جمهوری اسلامی نبودن ما گرفتیم. بله بله، گفت عاقلان دانه. خب کامران حاضری؟ جدی شدی؟ و اما بریم جنگ اسرائیل، حالا که اونا جنگ نمی کنن ما بریم با بنزین و توپ و تفنگ جنگ را بندازیم. از 8 صبح که من نمیدونم چرا از 8 صبح، خب میذاشتید از 12 شب دیشب که این بدبخت ها اقلن بعد 20 روز یه شب خواب راحت برن، از 8 صبح به وقت خودشون آتش بس کردن برای 3 روز. حالا برید بخونید 300 میلیون دلار تا حالا تو این 20 روز گذشته آمریکا به اسرائیل داده. حالا هم گفته تو این 3 روز ما سعی میکنیم اسلحه و میدونید که هواپیماشون نمیرفت و بیاد، میترسیدن خمپاره بخوره به هواپیماشون. گفتن تو این 3 روز ما اسلحه و مهمات و اینا رو براتون میاریم. من نمیدونم واقعا، شما فکر کنید من دروغ میگم؟ برید جان استوارت دیشب رو ببینید، جان استوارت جولای 31 دیلی شو، این اخبار حقیقی رو. کامران برو حتما نگاه کن اگه میخوای تفاوت برنامه جدی با فکاهی با طنز رو بفهمی، اونجا میفهمی که بله برنامه ایشون فکاهیه. از اولش هم من میخندم تا آخرش، ولی آتشی در درون مغز و قلب درست میکنه که شب تا صبح خوابت نمیبره. چرا؟ چون قشنگ اون چیزایی رو که من و شما نمیبینیم و نمیخوان ما ببینیم اون بهت نشون میده و بهت میگه. بستونه ساعت 3:37 است، ما 1:08 هم ویدیویی داریم از یه دوستی که رفته ملاقات آقای علی بنویدی در زندان سوئد و این رو امروز برای من فرستادن، من به ایشون قول دادم اونم پخش میکنم. آقای امید نادان، این کاری که من انجام میدم، شما بیار رو میز بذار ببینیم شما چه کاری بهتر کردی تا من به این پناهنده بگم بیان با شما صحبت کنم. تلویزیون میرقصه، دیدید امید نادان میگه من میرقصم، اینم برای این. خب براش جوک گذاشتن، میگن قزوینیا همه میگن امید جان بیا، ما با همه با تو هستی، بیا منتظرت نشستم. خب چی بگم، چی بگم، از کی بگم؟ 2-3 تا ویدیوی خوب گذاشته بودم، یکی یه فرودگاهی تو آلمان، بذارید نشون بدم براتون. اینا واقعا حیفه، من میگم این جمعه ها قاطی میکنم، من باید به این دوستان تو کانون آوا بگم یه نیم ساعتی به من بریک بدن، به این صورت که مثلا 1.5 ساعت برنامه بذارن، نیم ساعت ویدیو
تو اون نیم ساعتی که ویدیو پخش میشه آمریکایی‌ها میگن ریفرش یا فرش اپ، بریم خودمون رو یک کمی تر تازه کنیم، آبی به سر صورت بزنیم و برنامه‌ها هم ردیف درست و اینها. واقعا آدم میفهمه یه سال که میگذره چقدر نیروی مغزش، نیروی بدنیش تحلیل میره و کم میاره. حالا ببینیم که این میذاره ما به شما نشون بدیم یا اینم ناز میکنه یه جورایی. گفت ابرو باد و مه و طوفان و فلک در کارن سوربی جان، تا تو نانی، تا تو ویدیو به دست آوری و به این دوستان نشون بدی. اجازه بدید من اینجا اسم آقای عقیلی پور ویدیوشون نشون دادم. آها، یه ویدیوی هست خیلی طولانیه، مال یک گس استیشن یا پمپ بنزینه توی ایران، و اینو من قبلا هم گفتم که تلفنتون، تلفن و اینا رو جواب ندین توی گس استیشن ها و اینها، و بذارید من اونجا، چون حوصله‌تون سر میبره، من اونجایی که نوشته خطر از اونجا شروع کنم براتون نشون بدم. و ماجرا اینه که یادتونه اون وقتا اصلا شما اگه میرفتی گس استیشن پمپ بنزین نشون، سیگار کشیدن ممنوع، این ممنوع، اون ممنوع. الان من تعجب میکنم تو آمریکا میبینم آقای داره سیگار میکشه اومده اونجا. بعد گفتم خب شاید اینجا ایواپوریشن، یعنی این میگفتن بنزین میپره کمه یا ایناشون سیف و اینا. اولا تو ایران مثل که این پمپا رو که میذارن سر باکشون رو میذارن، ما اینجا میدونید اتوماتیک میذاری پر میکنه. بعضی جاها تو همین ویرجینیا اونو کندن، میگن که این خاموش نمیکنه، باعث سپل میشه، یعنی میپاشه این ور و ور، باعث آتش سوزی میشه و اینها. این آقا اینو گذاشته، آقای پراید باکو شیلنگو گذاشته و بنزین میزنه سر باکش رو، باک بنزینش رو گذاشته اینجا، بره تلفنش رو بیاره جواب بده، ببینید چه اتفاقی میفته. پلیر 5 اینجا با هم ببینید. سعید جان اگه بهت بگم تمام ایمیل های شما میره تو اسپم، تمامش مینویسم نات اسپم، به شما هم جواب میدم، و اگه اینجا که هست من جواب بدم ایمیل خودم هم میره تو اسپم، ولی روزی 100 تا ایمیل دیگه که مینویسم اسپم، فیلترش میکنم، بلاکش میکنم، باز میاد. واقعا چه دنیایی ساختن. بعضی روزا شما هم احتمالاً همینی که میگی من دیگه از امروز کامپیوتر و اینا رو خاموش میکنم و میرم. آقای دکتر انصاری بازم ازت ممنونم، آقای دکتر انصاری توضیح میده که شما وقتی راه پیمایی میکنید با فشار آوردن روی پاهاتون مثل اینکه یک کسی ماساژ میده و این رگا رو فشار میده که این خون برگرده به قلب. یه دکتری بود دکتر تونی آرام، هم اینجا فکر کردن این ایرانیه چون فامیلیش آرام بود، آرام بود، چیز بود، ویتنامی بود، نوبت میگرفتن میرفتن میدیدن آقا ویتنامی، دکتر خوبی بود و این بیچاره خیلی هم از من جوانتر بود، ولی عاشق قمار و عاشق لاس وگاس بود. شنیدم که هر هفته تا اونجایی که میتونسته سوار میشده 7-8 ساعت هواپیما میرفته لاس وگاس، قمار میکرده، دوباره سوار هواپیما میمده. اونجام که قمار میکنی، من گفتم بهتون چند سال پیش من میخواستم یه دستگاهی بسازم که اینا که میشینن اینجوری تکون بخورن، تا به خودمون جنبیدیم دیدیم ساختن. دوستای ما حتی دختر خودم مسخره میکرد وقتی ساختن، گفتم ببین اگر منو مسخره نکرده بودی، تشویق کرده بودی، الان بابات میلیونر بود، تو هم بچه میلیونر بود. در هر صورت ایشون توضیح میده با راه رفتن این خون میاد. این داغای دکتر آرام رفته تو هواپیما نشسته، لخته خون تو پاش ایجاد شده، این روزا هم که میترسی بلنشی تو هواپیما راه بری. من بارها گفتم هر وقت تو هواپیما میرم یه دستشویی و برگردم، ببخشید اینو میگم، من میرم اونجا ادرار کنم برگردم، میبینم 10 نفر از ترس تو خودشون ادرار کردن، چون یه نفر با ابروی سیاه با موی سیاه بلند شده رفته دستشویی. چه روزگاری درست کردن. درست اون چیزی که اسامه بن لادن میخواست اینا تحویل من و شما داده، با نادانی، با حماقت. بعد میبینید طرف بلند شده از آمریکا رفته سوریه، کشته و زخمی و همه، دوباره اومده آمریکا، دوباره رفته سوریه، این دفعه به خودش بمب بسته، خودشو منفجر کرده. بعدن حالا فهمیدن آقا این چند بار اومده و رفته، حالا دیگه پاسپورتشو پاره کرده. یعنی ایشون اگه پاسپورت آمریکاییشو جلو دوربین پاره نمی‌کرد و فیلم نمی‌فرستاد، اینا نمی‌فهمیدن کی به کیه. اون وقت اون شیرازی بنده خدا رو هی مسخره میکردن، هی آهنگشو میذاشتن که بعد از این همه مدت که ازدواج کرده بود میگو من نفهمیدم
کجا به کجاست، نقل کجاست، زن پسرمه. شماها بعضی وقتا با داشتن دو تا دست و دو تا پا هی گله میکنید، هی شکایت میکنید. گاهی وقتی بد نیست که آدم نگاه کنه به دیگران که چه چیزایی رو ندارن، بعد شاید اون موقع ما قدر بدونیم. بیایم بریم این دختر خانمی که نمیدونم اسپانیش کجایی، به چه زبونی صحبت میکنه، من صدا رو میبندم که صدا نباشه، این رو ببینیم، قدر زندگیمون رو بدونیم و ای که دستمون میرسه کاری بکنیم به دیگران هم کمک کنیم. گفت چی؟ شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. ببینید این خانم بدون دست چگونه رانندگی میکنه، مسواک میزنه، کامپیوتر کار میکنه، مینویسه و الی آخر. من چی بگم؟ خودتون ببینید. بفرمایید. توی این فاصله یکی از دوستان برام یک پیامی فرستاده، چند مدت پیش راجع به این بیماری‌های جنسی واگیر و اینها، یکی از دوستان گفت که اون موقع تو زمان شاه اصلا از این خبرها نبود تو ایران، اصلا دیگه آدم بعضی وقتا میمونه که به اینها چی بگه. نوشته ایشون فساد جنسی یک بیماری عمومی است که دامن بیشتر پادشاهان مستبد را آلوده کرده است. داستان‌های هزار و یک شب، حرمسراهای قاجار، عشق‌های بیمارگونه پادشاهان ایران همه نشان از فساد دربار و حساسیت بیرون از دربار دارد. اما دربار محمد رضا پهلوی از دو جهت با سلف خود متفاوت است، یا با صنف خود متفاوت است. محمد رضا برای کاستن از قبح زن بارگی رعایت احکام شرعی را نمی کرد و فساد مختص به مردان در مردان دربار نبود. خواهران، دختران و زن او نیز از این قاعده مستثنا نبودند. من نمیدونم، خب این نوشته رو وقتی یکی می نویسه داریش جان باید بگی که اینا رو کی نوشته، نوشتش کیه، خود طرف بیاد صحبت کنه. در هر صورت ببینید دوستان، اینا هست و همون دیگه، تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. ولی اونایی که پابلیک فیگر هستن بیشتر و بیشتر این داستانها درباره شون هست. دوستان عزیز، ساعت 3:50 است، ساعت 4 بعد از ظهر با دکتر بیژن یگانه خواهیم بود، برنامه دیدار یاران. شما هم یار این دوستان بشید، در دیدار یاران بهشون بپیوندید در فیسبوک. از یکایی که شما عزیزانی که با من برنامه رو به اینجا رسوندید ممنونم. یک بار دیگه بریم سراغ این جوانی که در زندان هست. حالا بعضیا میگن آقا زندانای سوئد و اینها، آقای رجوی به طرفداراش گفته بود زندانای اروپا مثل هتل، برید بزنید بکشید میرید اونجا. یکی از اینا جرئت نکرده بود بگه خب زن شما که رفت زندان پس چرا اینقدر یقه پاره کردی و گفتی ماها خودکشی کنیم و خودسوزی کنیم. برای که آقای ساغرچی جواب میده، میگه اون موقع مغز تو رو میگیرن، فلجت میکنن. بریم ببینیم ایشون رو در زندان. زندان اگر بهشت برین باشه ولی شما اجازه نداشته باشی یه ساعتی باید بخوابی، یه ساعتی بیدار شی، توی محدوده بری و بیای، هیچ فایده ای نداره. امیدوارم به زودی ایشون آزاد بشه و دیگر جوانان رو هم شماها کمک کنید تا اینها پاشون به زندان نرسه و این ایامی که کارسازترین، مفیدترین سالهای زندگیشون هست اینجوری به بتالت نگذره. از یکایی که شما عزیزان ممنونم، آقای بنویدی از زندان سوئد. ممنونم از اون دوستی که این گزارش رو تهیه کرده. میدونم امکانات نداشتید، بیرون یکم صدای باد میاد و اینها، اگه خواستید اینا رو بهتر کنید، مصاحبه کنید، من براتون پخش میکنم. ممنون. امروز 31 ماه یولی هستش، ما اومدیم به بازداشتگاه مشتا اداره مهاجرت سوئد که صحبت بکنیم با یکی از پناهجویانی که در خطر دیپورت هستش به ایران و پناهجویی که سیاسی هستش و در سال 1388 به دلیل فعالیت‌های گسترده‌ای که داشته در تظاهرات و خودش رهبری تظاهرات رو می‌کرده مجبور به ترک خاک ایران میشه و بعد از 5 سال آوارگی در آخر اداره مهاجرت تصمیم به اخراجش میگیره. با ما همراه باشید برای گزارش از علی بنویدی.
الان در بازداشتگاه مشتا هستیم، اومدیم دیدن یکی از دوستان مبارز فعال جنبش سبز ایران که در بازداشتگاه مشتا اداره مهاجرت به سر میبرن جهت دیپورت به جهنم جمهوری اسلامی ایران. دوست عزیز، شما خودتون رو معرفی کنین و بگین که چند وقت در اینجا هستین و نحوه دستگیریتون به چه صورت بوده. من علی بنیدی هستم، مدت 5 ساله که توی سوئد زندگی میکنم، از فعالین سیاسی و فعالین جنبش سبز ایران بودم. 5 سال پیش به سوئد پناه اومده بودم، ولی خب متاسفانه مهاجرت سوئد درخواست پناهندگی من جواب منفی داد و مدت 3.5 سالم به صورت پنهانی زندگی میکردم و فعالیت زیادی داشتم. خب علت درخواست پناهندگیتون از دولت سوئد و اینکه چرا اصلا ترک خاک کردیم و به اینجا اومدین رو میشه برای ما بیشتر توضیح بدین؟ بله، فعالیت هایی که دو تظاهرات ها خب به حال اطلاع رسانی کردیم تو ایران از طریق فیسبوک و وبلاگی که داشتم، من و خیلی دوستان دیگه سعی کردیم که مردم رو جمع کنیم توی اون مکانی که قرار بیاییم تظاهرات برگزار بشه. و خب توی مرداد ماه سال 88 هم یه سیدی با دوستان درست کردیم و ضبط کردیم بر علیه رژیم که به حال تقلبی که انجام داده بودن و بتونیم به مردم دیگه بگیم و سیدی رو پخش میکردیم توی تهران. و خب بعدش که به مشکل پیدا شد، من از ایران خارج شدم و به سوئد اومدم. بعد از بودن 1 سال دادگاه انقلاب توی تهران به صورت غیابی خودشون برای من وکیل تسهیلی گرفته بودن و غیابم من رو به 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کردم. ولی خب خوشبختانه من اون موقع توی سوئد بودم. بعد فعالیتم که توی سوئد داشتم خب از باز از طریق وبلاگ و فیسبوک. و مسئله دیگه هست، در من 3 سال پیش من متوجه شدم از طریق یکی از دوستان که عکس من توی تظاهرات گرفتن و روی سایت گرداب گذاشتن. سایت گرداب سایتی که برای سپاه پاسداران و سایت دولتی هست. خب من به حال هنوز این مدارک رو فرصت نکردم به اداره مهاجرت بدم، چون به حال پنهانی زندگی میکردم و ترس از ریپورت داشتم. ولی خب امیدوارم که پرونده‌ام باز کنن و به این مدارک جدید رسیدگی کنن. به حال چه سوئد باشم، چه زمانی که ایران بودم، چه اینجا، واقعا فعالیت کردم بر علیه رژیم. و خب غیر از سایت گرداب، روزنامه دولتی ایران که چند تا روزنامه دولتی شما میدونید که کیهان روزنامه دیگه، اون موقع فعالیتشون زیاد بود، عکس بچه‌ها رو میذاشتن به عنوان اختشاش کردن، باز اونجا اون مطلب نوشته بودن و عکس گذاشته بودن، من اونا رو برای اداره مهاجرت آوردم. ولی خب متاسفانه خیلی خوب رسیدگی برنامه نکردن و جواب رد دادن. درسته. خب با وجود این مسئله ای که شما فرمودین و ما هم رفتیم تحقیق کردیم و دیدیم واقعا در سایت گرداب هستین شما و هیچ سندی برای اینا بالاتر از این مسئله نیست که شما برای جمهوری اسلامی کاملا شناخته شده هستید و برگشتت عواقب خطرناکی میتونه داشته باشه به ایران، خودت چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که اگر که خدایی نکرده 1% اینا رسیدگی نکنن و برات گردونن به ایران چه عواقبی داری و اینکه چه درخواستی از اداره مهاجرت داری؟ درخواستم که از اداره مهاجرت این بود که پرونده‌مو حداقل باز کنن، رسیدگی کنن به مسئله جدید که پیدا شده و مخصوصا سایت گرداب و گفتن که رسیدگی میکنیم. و درخواستم این بوده و اول از همه این که بهشون گفتم من از بازداشتگاه برم بیرون، چون خطر دیپورت هستش و اینا که به حال خبر نمیدن که چه زمانی دیپورت میکنن. این برای من خیلی استرس ایجاد کرده اینجا. بعد به حال فهمیدین که سوالتون من داشت. بله، گفتم که اگر که براتون گردونن ایران. بله. البته ما خیلی خوب میدونیم که چه بلایی خواهد آمد داشتای شما، ولی دوست داریم که خودت هم بگی که کسایی که گوش میدن، تصویرتو میبینن، صداتو میشنون، حداقل اگر که کمکی از دستشون برمیاد دریغ نکنن. من بهشون هم گفتم که برگشتم به ایران، اول مصابه زندانه
و شکنجه و خب زندان جمهوری اسلامی برای کسایی که سیاسی هستن و کار فعالیت ضد رژیم میکنن به هر حال زندان مرگیه و جاییه که خیلی از زندان سیاسی ما رفتن داخل زندان، حتی زندانی های 6 ماه داشتن، ولی خب یا متاسفانه خیلی مریض و به هر حال خیلی با بیماری اومدن بیرون که بعدها شهید شدن، یا اینکه واقعا داخل زندان به قتل رسیدن، یا مثل شهید عزیز ستار بهشتی که فقط چند روز بازداشت بود، ایشون توی بازداشت ایشون رو به قتل رسوندن. و به حال من به اداره مهاجرت گفتم که زندان و شکنجه حتمی است و مرگ این چیزیه که ما تا حالا دیدیم که رژیم جمهوری اسلامی با زندانی سیاسیش این کار کرده و به قتل رسوندنشون. درسته، ما خیلی امیدواریم که علی جان تو آزاد بشی هرچه زودتر و بتونی به فعالیت‌های خودت ادامه بدی و اونجور که من پیگیر فعالیتات بودم و میشناسمت کارات رو دنبال میکنم، وبلاگت و فیسبوکت رو میدونم که وابسته به هیچ سازمانی نیستی و با هیچ سازمانی همکاری نداری و به صورت یک فرد آزاد و آزادی خواه اون هدفی رو که سال 88 به خاطرش اومدی و دفاع کردی از آرمان‌ها تا امروز پاش وایستادی و برای سرنگونی جمهوری اسلامی داری قهرمانانه و با افتخار می‌جنگی. من خیلی امیدوار هستم که تو رو در کنار خودمون داشته باشیم آزاد با اقامت تا بتونی خیلی راحت تر به اهدافت برسی. ممنون. حالا اگر حرفی چیزی داری در آخر بگو. فقط تشکر میکنم از کسایی که من الان ویدیو رو میبینم و تقاضا میکنم یک کسی میتونه حمایت کنه از اینکه از دیپورت من جلوگیری بکنن، حداقل اینکه اگه میتونن فعالیتی انجام بدن یا راهنمایی به من بکنن، حمایتی بکنن، خواهشم که دریغ نکنن. خیلی ممنونم ازشون و امیدوارم که شما موفق بشین. مرسی. خیلی ممنون. به امید پیروزید، به امید آزادید. ما پیروزیم چون حق با ماست. ممنونم. سپاسگزارم. بدرود.